بینندگان عزیز، با سلام خدمت شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز صبح خبر بسیار بدی رو شنیدم و این روزا با این سوشال مدیا و رسانه های اجتماعی بعضی وقتا افرادی هستند که خبرهای دروغ پخش میکنن و من هم چون مطمئن نبودم سعی کردم تماس بگیرم با آقای دکتر شهرام ایران بومی تا ببینم این خبر درست است یا نه. بعد متوجه شدم که در صفحات خودشون و صفحات خانواده و دوستان و اینها هست و دیگه فکر کردم که حتما این خبر درست است. متاسفانه با خبر شدیم که فرزند ایشون آقای ایرمان ایران بومی در یک سانحه رانندگی، در یک تصادف رانندگی به اصطلاح از بین رفتن و در میان ما نیستند. من همیشه گفتم واقعا اون افرادی که بچه هاشون رو از دست میدن آدم نمیدونه چجوری بهشون بگه که ما هم در غم شما شریک هستیم، ولی من چون خودم میدونم برادرم رو از دست دادم و غم و اندوه پدر و مادرم رو در این سالیان دراز از سال 1984 تا الان، یعنی حدود 35 سال هست که شاهد هستیم، میدونم که این روند طبیعی زندگی این هست که ما اول پدر بزرگ مادر بزرگ بعد پدر مادر از دست بدیم، ولی وقتی که این نرم زندگی به هم میخوره تازه هم اونا رو هم آدم نمیتونه قبول کنه، مدتها براش مشکله. در صورت تسلیت میگم به آقای دکتر شهرام ایران بومی، تسلیت میگم به خانواده ایشون، تسلیت میگم به جانان خواهر ایمان که اتفاقا هفته پیش تماسی داشتم چون تولدش بود و اینها و با پدرش هم صحبت میکردم، با آقای شهرام ایران بومی، و با خوشحالی میگفت که ایرمان در آلمان، در اروپا و در پارلمان به اصطلاح صحبت کرده و اینها، و حالا یه دفعه امروز صبح این خبر رو من شنیدم و خیلی متاثر شدم. در صورت تسلیت میگم و امیدوارم که به اصطلاح ما رو در غم خودشون شریک بدونن. خب دوستان عزیز، سلام میکنم خدمت شما، آقای مصباح، آقای فرهنگ حمید. آقای فرهنگ حمید یکی از دوستان با سابقه در کار رادیو تلویزیون هستند که بارها بهشون گفتم آقا اگه دوست داشتی بیا در تلویزیون مردم هم برنامهاتو پخش کن و فرصتی هنوز پیش نیامد. و اما امروز دوشنبه است، 17 ماه جون سال 2019 میلادی، برابر با 27 خرداد 1398، و دیگه فکر کنم تمام مدرسه ها در ایران تعطیل هست و مردم به فکر مسافرت. اونهایی هم که مثل ما خانواده فقیری بودن احتمالاً بچه ها به دنبال کار و درآمد برای اینکه دوچرخه‌ای بخرن، موتوری بخرن، ماشینی بخرن یا خرج سال آینده رو در بیارن. امیدواریم که همشون موفق باشن. من یادم 4 سال پیش وقتی که میخواستیم بریم آلمان، یه دوست جوانی داریم اینجا، کرد هست، به ما گفت که اگر رفتید آلمان و سرویس تلفن و این وای فای کار نکرد، وای فای اون اینترنتیه که شما الان دیگه چند سال همه جا میبینید، تو هتل ها هست، توی خونه خودتون هست و کار نکرد، باز هم میتونید از جی پی اس استفاده کنید. گفتیم چجوری میشه از جی پی اس استفاده کنیم؟ باید یک وای فای، یک چیز اینترنتی باشه. ایشون به ما یاد داد که شما وقتی جایی هستین که اون اینترنت هست، نقشه جایی رو که میخواین برین یا مسیر راه رو
اونجا روی کامپیوتر، روی تلفنتون بنویسید و تلفن اون رو نگه می‌داره. بعد که شما میرید، مخصوصا توی آلمان یادم اون موقع اینجا 4G بود، اونجا 2 و 3 بود، 2 و 3 بود، جای بعض جاها اصلا نبود. گفت اصلا شما اگه سرویس تلفن نداشته باشید، اگه وای فای نداشته باشید، حتی تو هواپیما که خاموش میکنید خودتون، اون نقشه رو میتونید نگاه کنید. خب 4 سال گذشت و اونجا هم چند بار این کار کمک کرد به ما. جایی بودیم که اصلا چیز نداشت، رسپشن یا قدرت گیرندگی نداشتیم، ولی اون نقشه ها کار میکرد. پری روز یه دوستی از من پرسید که آقای سوری شما خبر دارید که آفلاین مپ چی هست؟ گفتم نه. گفتم حالا من یه نگاهی میکنم، اگه پیدا کردم به شما خبر میدم. دوستان آفلاین، شما آنلاین که هستید یعنی روی خط، آفلاین یعنی روی خط نیستید. مپ، مپ هم یعنی نقشه. یک گزینه‌ای یا یک آپشنی هست از گوگل مپ، اونای دیگر من نمیدونم، که من دیدم اتفاقا map.com گذاشته برای فروش. فکر کنم اولین اینا مپ کوست بود. در هر صورت انواع و اقسام مختلفی هست. من وقتی صحبت میکنم سعی میکنم درباره اون چیزی که میگم اسمشو بگم که شما توی این کوچه پس کوچه های تکنولوژی گم نشی. گوگل مپ وقتی که روی تلفنتون باشه، این سمت چپش 3-4 تا خط کشیده، روی اون بزنید، آپشنایی که میده، گزینه‌هایی که میده، یکیش هست آفلاین مپ. اون این کار انجام میده براتون. و اتفاقا جالبه، عکس یک کلاود، عکس یک ابری رو کشیده، روش یه خط کشیده. یعنی وقتی هم شما با اون قدرت‌های بالا، حالا چه خدا باشه، چه تکنولوژی باشه، تماس نداشته باشید، باز ما کمکتون میکنیم. و این هست. خب آقای فرهنگ میگن تماس میگیرم، ما هم خوشحال میشیم، خیلی ممنون، متشکرم. خب یادتونه که در ایران شعرها ساخته بودن بچه ها که تقلب توانگر کند مرد را، و حالا دنبالش یادم نیست. امروز یه فیلمی یکی از دوستان گذاشته بود، من هم روی فیسبوک گذاشتم، حالا به شما نشون میدم و به قول معروف ببینید ما کجا هستیم، اینا کجا هستن، یا ما کجا، اونا کجا. این فیلم رو بیارم بالا. حالا این ماجرای بیارم بالا هم خیلی جالبه. شما حتما شنیدید که اون وقتا میگفت طرف مثلا حالش بد شد بالا آورد. الان برنامه‌های تلویزیونی رو نگاه کنید، طرف میخواد با دوستش ارتباط برقرار کنه، مهمان یا دوستش رو بیاره روی خط، میگه شما صبر کنین تا من شما رو بیارم بالا، انگار که خوردتش، حالا میخواد استفراغ کنه بیارش بالا. فهم برای یکی از دوستان نوشتم که آقا شما که میدونی در فرهنگ ایرانی این بالا آوردن، اتفاقا خود آمریکایی هم همین کلمه رو استفاده میکنن، throw up، و حالا وامت و فلان نه بگذاریم، ولی throw up هم همین معنی رو میده که بالا آوردن. حالا منم گفتم بذارید این فیلم رو بیارم بالا، سوء تفاهم نشه. فیلم رو من نخورده بودم که حالا بخوام بیارمش بالا. منظور این بود که چون روی فیسبوک گذاشته بودیم چند ساعتی زودتر، فیلم رفته در اون صفحه پایین، در صفحه فیسبوک ما میاریمش بالا. این زیرنویس داره، من بالاش نوشتم که شعار ما در مدرسه این بود: تقلب توانگر کند مرد را، ما کجا بودیم و هستیم، اینا کجا هستن. یکی از استادان دانشگاه در آفریقای جنوبی اینگونه می گفت: برای نابودی یک ملت نیازی به حمله نظامی و لشکرکشی نیست. خب ببینیم که باقیش چی نوشته. فقط کافی است سطح و کیفیت آموزش را پایین آورد و اجازه تقلب را بزنید. این صفحه من روش کلیک کردم، بزرگ شد. اینا من نمیدونم چرا این صفحه ها رو تو اندازه مختلف هی درست میکنن،
کلیک میکنی بزرگتر میشه، یه چیز دیگه گذاشتی پایینش میزنی بزرگ بزرگ میشه. فقط کافیه سطح و کیفیت آموزش رو پایین آورد و اجازه تقلب رو به دانش آموزان داد. مریض به دست پزشکی که با تقلب پزشک شده خواهد مرد. حالا بعدش خانه ها به دست مهندسینی که موفق به تقلب شده اند ویران خواهد شد. منابع مالی را به دست حسابدارانی که موفق به تقلب شده اند از دست خواهیم داد. انسانیت به دست عالم دینی که موفق به تقلب شده میمیرد، عدالت به دست قاضی که موفق به تقلب شده ضایع میشود. خب تا حالاش که اشکالی با این نوشته ها ندارید؟ سقوط آموزش و پرورش مساوی است با سقوط یک ملت. این رو من قبلا بارها در برنامه گفتم و همیشه گفتم که ما یکی از اشکالهای بزرگمون همین نداشتن آموزش و پرورش درست حسابیه. و از اون ورم شما شاهد هستید که این دوستانی که چپ و راست همه هم نیستن دکتر مهندس، ولی چگونه مملکت رو خراب کردن و الانم زندگی من و شما و وقت من و شما رو خراب میکنن و از بین میبرن. و اما اجازه بدید به این کودک سفید مو که موهاشو رنگ میکنه، هر روز یه رنگه، یه روز بلانده زرده، انگار که ما نمیدونیم این احمقه. یه مسئله بود میگم دام بلاند میگفتن اینایی که موهاشون زرده احمقن، و اینجا تو آمریکا هم خیلی سفت و سخت میگن. و من تعجب میکنم چرا یه دفعه تمام خانم های ایرانی رفتن موهاشون رو این رنگ بلاند کردن. شاید به خاطر برنامه بدی که الان تو آمریکا هست که به اصطلاح با خارجی ها بد رفتاری میکنن، ولی نه، میبینیم در ایران هم این ماجرای مو بلاند کردن و اینها به شدت رایجه. ولی تولد آقای ترامپ کودک پیرمرد موسفید شالاتان، برید پیدا کنید توی اینترنت موقعی که این بدبختایی که براش کار میکنن مجبور کرده براش هپی برثدی بخونن. یعنی من 35-36 سال تو آمریکا هستم همچین چیزی ندیدم که یکی انقدر عقب افتاده، بدبخت، بیچاره و چی میگن هرچی نادان که احتیاجش این باشه که چند نفر که استخدامن اونجا وایسن براش هپی برثدی بخونن. و این مثل بچه ها ذوق میکرد و خوشحال بود. یکی ازش بپرسه شما تو این 73 سال ننگین عمرت چه کاری انجام دادی که حالا اینقدر خوشحالی که یک سال دیگه هم سپری شد؟ در صورت تولد عالی جناب ترامپ رو به اونایی که به ایشون عالی جناب میگن و فکر میکنن که این امام موعود هست، حضرت عجل الله مهدی الترامپ، تبریک میگه. اینم از این. و اما فیلمی از هنگ کنگ دارم براتون نشون میدم. ما فیلم این آقای موسی داستانش خونده بودیم که حضرت موسی و اطرافیانش مامورین فرعون دنبالشون بودن و میرسن به این رودخانه. حالا این فرعون، این موسی مهندس بوده، این همه مدت گم شده بوده، چجوری نقشه راه و اینا رو بلد نبوده، اونم بمونه جزء مزخرفات ادیان. و اما میرسن به دریا، میگن چه کار کنیم؟ این آقا موسی هم که همیشه یه چوبی دستش بوده، چوبو اینجوری میزنه به زمین و به دریا، میگه که باز شد، دریا باز میشه و این طرفداران یاران همگام موسی از دریا عبور میکنن. بعد همچین که اون فرعون با سربازانش و با گاوری و اسب و اینها میخوان بیان، دریا بسته میشه و همه اونها غرق میشه.
اینو داشته باشید، این داستان دروغو. من یه چیزی به شما نشون میدم که این نشون از دریای فرهنگی هنگ کنگی هاست. هنگ کنگی که وقتی که چین قانون گذاشت که آقا ما میخوایم حالا که دیگه هنگ کنگ شده جزو چین و برگشته از اون اجاره انگلستان و اینها، ما میخوایم هر کسی اونجا خطا کرده، جرم قانونی کرده، بتونیم بکشیمش کجا؟ توی چین. حالا چین کجاست؟ چین جاییه که قانون قضایی و اینا نداره، هر دنبیله، مثل همون ایران خودمونه. خب اینو داشته باشید. شما اولا توی چند روز گذشته این جنبش مردم، تظاهر مردم در خیابان‌ها و اینا رو شاهدش بودیم و گفته میشد که جمعیت 7 میلیونی 1 میلیونش آمده تظاهرات. امروز صبح میگفت که 2 میلیون شده، یعنی از هر 7 نفری 2 نفر تو خیابانها بودن. ولی اینجا نگاه کنید، وقتی که اینا همه آدم هن، اینا میبینین اینجا همه آدم هن. و آدم به معنی واقعی. اینجا یک آمبولانسی هست. من این ویدیو رو برای شما روشن میکنم، با دقت نگاه کنید به آمبولانس که وقتی رسیده به این جمعیت اینجا، یا یکی از تو جمعیت حالش بد شده شب سوار آمبولانسش کردن، چه اتفاقی میفته. چجوری باز جمعیت برگشت به همون حال اولش. حالا شما به من بگید که آیا این ملت با این فرهنگ اینها لیاقت آزادی رو دارن، یا من و شما که طرف میاد رفته لباس نیرو هوایی پوشیده، گویا وقتی جوان بوده 7 سال تو نیرو هوایی بود، آمده نشسته اتاق جنگ برای خودش درست کرده، خودش و نوه 8 سالش، بعد فکر میکنه که دنیا رو الان گرفته و همه سربازای این هستن، مردم رو تهدید میکنه، میگه ما بیش از 1 میلیون ایرانی رو میخوایم تحویل FBI بدیم. اولا یکی نیست به این احمق بگه احمق تو اگه رفتی ایران و قدرت گرفتی، FBI که دیگه شوهر ننه تو نیست که بیاد اونجا مامورا رو برات، آدما رو برات بگیره و ببنده، خودت باید یک نیروی نظامی، نیروی انتظامی، نیروی قضایی و اینها را بندازی. ولی دوستان واقعا وقتی که توی این فیسبوک شما یه سیر و سیاحتی میکنید، اون وقت میای میرسی به آقای رضا زرابی که الان شدیداً دیگه داره این روزا میگه که ایشون یک فعال سیاسی افسرده است. من همینجا به مادرش پیشنهاد میکنم که شما با آرزا صحبت کنید، این آدم خوبیه، بعضیا دارن ازش سوء استفاده میکنن، چون آمده و حقیقت رو گفته که آقا بچه که بوده، جوان که بوده، بی پول بوده، پناهنده بوده، رفته فروشگاه دزدی کرده، اینجوری و اینها، اونام دارن ازش استفاده و سوء استفاده میکنن و ایشون هر روز داره افسرده تر میشه. و چون داداش ایشون هم خودکشی کرده، معمولا اینایی که اینجوری هم تو خانوادهشون دیدید، اون فرزند آقای فرندوز اگه اشتباه نکنم خودکشی کرد، بعد مادرش هم خودکشی کرد، همسر آقای فرندوز. و میگن وقتی یک کسی خودکشی میکنه به اصطلاح باید دیگران رو بهشون صحبت کرد و اینا. در اصل امیدوارم که آقای رضا زرابی اینقدر قوی باشه، خوددار باشه، فشار اینها بهش نتونه صدمه وارد کنه تا از این دوران اینایی که 40 سال و 50 سالشون اینها هست، میان به اصطلاح میان سال، اینجا میگن میدل ایج، یه بحرانی دارن.
یکی میره موتورسیکلت میخره، یکی زنش میره با زنش به اصطلاح دعوا میکنه، میره دوست دختر پیدا میکنه، بعد بعضیا میگذرن و برمیگردن به حال و زندگی خودشون، بعضیا نه دیگه تو همین دوران میمونن. در صورت نمیدونم، این خود من تصمیم دارم الان که تابستون هست و اینها، اتفاقا دنباله همین برنامه دستگاه استفاده از نقشه، وقتی حتی تلفنتون خاموشه که بهش میگن آفلاین مپ، از گوگل مپ میتونید داشته باشید، گفتم که ما هم تابستون شده، مردم مسافرت میرن، هم اینکه گرمه، ما هر روز و هر دو روز یه بار اینها نیام اینجا و خود ما هم به خودمون یه بریک بدیم و از این رادیو و تلویزیون و رسانه یه کمی فاصله بگیریم، سعی کنیم وقتمون رو با دوستان خوب، با فامیل خوب بگذرونیم. میبینید الان این جوان 20 ساله آقای ایرمان ایران بومی اصلا به مغز هیچ کس نمیرسید که ایشون آلمان بره صحبت کنه، بره تو پارلمان اروپا صحبت کنه، بعد بیاد آمریکا تو تصادف اینجا از بین بره. قدر همدیگر رو بدونید، قدر فرزندتون، قدر پدر مادر، قدر فامیل، خانواده، خواهر، برادر، و قدر وقتتون رو هم بدونید، چون این وقت عمر شماست. نذارید سوربی و سوربی های دیگه اون رو از بین ببرن. و اما شما داستان کاوه آهنگر یادتون هست که اون داستان هم خب از همین داستانای شاهنامه و دروغ‌هایی هست که به ما دادن و گفتن. بد نیست، هر ملتی اینها رو داره، ولی اینکه شما زندگی تو ول کنی و بری تو کتاب زندگی کنی با دروغ، اون بد. حالا من امروز با یک آقای از طریق فیسبوک آشنا شدم و این عکس رو که دیدم، مهدی کجا بود اسمش؟ بله، والی، ولی که نمیشه که، شاید هم ولی هم باشه، چون بعضی هم مثلا ولی بیگی هستن و اینها، ولی فامیلیشون رو برای آمریکا و برای این برور میذارن ولی فقط بهشون میگن. ایشون در کار آهنگری هست و چه چیزای قشنگی هم از نرده و در و پنجره و اینها، و آدم هیچ وقت فکر نمیکنه که الان دیگه تو قرن 21 شما کسی رو پیدا کنی که پتک در دست و بر سندان بکوبن. سندان میگن، درست میگن، اون آهنی که الان شکلش رو بهتون نشون میده. بله، این صفحه ایشون که الان من بعد بهش میگم آقا عکستو درست کن که عکستو درست ببینیم، ولی این عکس مهم بود که من دیدم. دیدم ایشون با این پیشبند آهنگری و این پتک دست کوتاه و این آهن و اینم اون سندون یا سندون هر چی که شما بهش میگی، داره با پتک رو میزنه و به این شکل میده و با این شکل ها چه چیزهای قشنگی درست میکنه. مثلا این یه عکسه، ببینید اینا رو. حالا درسته که توی هندوستان این کشتی های بیچاره وقتی آخر عمرشون میشد میبردن ساحل، به اصطلاح زوبا تیک تیکی میکردن و میسوزندن و بعد یه چیزایی میساختن. اینجا هم یه فروشگاهی بود، نمیدونم پیروان بود چی بود، یکی هم بود دهلی بود میفروخت، و هیچ کدوم از اینا مثل کار دست نمیشه. کار دست اون یونیک بودنش، یونیک یعنی منحصر به فرد. در صورت این آقا مهدی والی رو هم ما امروز از طریق این فیسبوک و اینها آشنا شدیم و کاراش رو نگاه کردیم و خیلی جالب بود. و اما سربازان آمریکایی دیشب یه فیلمی رو نشون میداد توی 2020 که تقریبا مغز اینها رو، اون شستشوی مغزی که میگیم، شستشوی مغزی میگن یعنی هر چی میخوان تو مغز شما میذارن. شستشوی مغزی این بیچاره ها با یه داروی به نام SGB، اینو تو کامپیوتر بعدن تایپ کنید، برنامه 2020 یا مثلا American Vet،
و SGB یک دارویه که میزنن تزریق میکنن توی گردن اینها تا این مشکلات و مکافاتی رو که در جنگ های مختلف مخصوصا این 18 سال گذشته، چون هنوز مکافات جنگ ویتنام و اینا دارن پس میدن، هنوز اون تموم نشده و اینا نتونستن رو درست کنن، چندین جنگ رو که دوره بوش پسر را افتاد همینجوری ادامه داره و ببینید که این سربازا چی میگن، خانواده هاشون رو چگونه از دست دادن، دوستانشون رو که کشته شدن در جنگ چگونه هر شب در خواب میبینن، آدمایی رو که بیگناه کشتن چگونه اونا شب میان به اینا لبخند میزنن و این فکر این میکنه که خودشو بکشه. خلاصه اینا رو چیز کردن. شما امروز متوجه هیچ تغییری در تصویر من شدید یا نشدید؟ ببینم اگه شدید به من بنویسید که چه چیزی کم شده، چه چیزی اضاف شده. خب سنمون اضاف شده، موهامون کم شده، احتمالاً عقلمون هم کم شده، ولی یه چیز دیگه هم کم شده. سعی میکنم تا آخر برنامه بهتون بگم. امروز آقای فرزاد نیساری ساعت 3 بعد از ظهر، یعنی 35 دقیقه دیگه با من و شما خواهند بود و خیلی جالبه. ایشون گفت که اگر اون روز که با هم قرار گذاشتیم جمعه یا شنبه بود، گفت اگر من جنگ شد قبل از دوشنبه، جنگ ایران و عراق، ایران و آمریکا، من از ایران باهات تماس میگیرم. خیلی خوشحالم که جنگی نشد و خوشحالتر میشیم که ایشون هم تماس بگیره. امروز آقای شاهین فاتحی که مقاله های خوبی مینویسه و میگن اینها شورت و به اصطلاح کوتاه، مفید، مختصر، ایشون یک مقاله نوشته بود خیلی جالب بود. من اینو براتون میخونم و مایل هستم نظر شما رو هم بدونم. ولی قبل از اون یه آقایی که قبلا بهتون گفته بودم که ما وقتی خوندیم ایمیل ایشون رو گفتیم این آقا یا خانم، بعد ایشون گفت آقا اسم من احسانه، چرا میگی خانم؟ گفتم آقا شما به انگلیسی اولا نوشتید ایتان، بعدم خیلی اسما هست که هم مرد هم زن این اسم رو استفاده میکنن و حتما کیانوش، کیارش، اینا رو نگاه کنید، اسما خیلی هست، حشمت، اینا اسمایی هست که زنها استفاده میکنن، مردم استفاده میکنن و مهم نیست. ولی ایشون گفت اسمش احسانه. آقای احسان امروز نوشته جناب سلوی عزیز، این هم یک نظرسنجی اما از نوع ناشناس، اما نکته مهم احساسات ضد مهاجرین هست. در کانادا که در این نظرسنجی آمده از تقریبا 1500 نفر به شکل رندوم نظرسنجی شده، فقط 37% موافق مهاجرت بیشتر به داخل کانادا هستند. کانادا به شدت تحت تاثیر جریانات ضد مهاجرینی است که ترامپ در سر تا سر غرب پراکنده است. جالب است که ترامپ میگه میخواد 3 دور ریاست کنه. شما انفجار نفتکش ها را میدونید و بدون مدرک مستدل دوباره مثل جنگ عراق داره تبلهای جنگ به صدا در میاد، این بار علیه ایران. من اکثر خانواده و آشنایانم ایران هستن. بله، این تندروها هم در آلمان هم در کانادا اینقدر فشار آوردن که الان دنبال این هستن که حدود 50 تا 100 هزار تا از پناهجویان و پناهندار اینا رو دوباره به اصطلاح درخواستشون رو مورد چی میگن بررسی قرار بدن که ببینن اینا باید بهشون پناهندگی داد یا نه. و خب من و شما باید یه کاری کنیم که نظر اینها رو عوض کنیم، موفقیت این پناهندار رو بگیم، کارهای ارزشمندی که برای این کشورها انجام دادن. و یادمون باشه آقای احسان که خیلی از پناهندایم که اومدن اینجا اینقدر کارهای بد انجام دادن که آبرو من و شما رو بردن.
اون را هم نباید روش سرپوش گذاشت و هر وقت میگیم باید بگیم که ما افتخار میکنیم به پناهندهایی که آمدن موفق شدن خودشون کمک کردن این کشور رو ساختن و به اصطلاح انزجار داریم و بعدمون میاد از اونایی که بلند شده از کشور خودش، حالا یا فرار کرده یا اومده اینجا میخواد اینجا رو بکنه همون مثل کشور خودش کثیف و آشغال و به اصطلاح همون قوانین قرون وسطا که چه عرض کنم قرون قبل از وسطا چی میشه اون چیز سنگ که قبلنه. بله خب بذارید من این مقاله رو که بهتون گفتم پیدا کنم، اینجاست، برای خودم فرستادم. میگه که آروق و مبارزه، حکایت تلخ رفتار ما. این رو آقای شاهین فاتحی نوشته و ایشون نوشته جولای 28 2016، یعنی الان با وجودی که جون 2019 هست این تقریبا میشه مال 3 سال پیش، ولی دوباره امروز گذاشتن یا من امروز دیدم بعضی خبرها بعضی نوشته ها هست. میگه اگه شما ندیدی then it's new for you، پس برای شما تازگی داره. جالبه، حالا براتون میگه. میگه حاکمی کشوری را به 1000 وعده دروغ، فریب چند خائن طماع و بیوطن اشغال کرد. بعد از مدتی نسخ کشی و کشتار و ارعاب که منجر به ترس ملت و فراموشی وعده های حاکم شد، به وزیر خود گفت قوانینی تنظیم کن تا بتوانیم با آسودگی غارتشان کنیم. فردای آن روز وزیر نزد حاکم آمد و قوانین را خوند. 1. مالیات را 4 برابر فعلی میکن. 2. حقوق 1/10 عرف بقیه کشورها. 3. حاکم مطلق و خداوند زمینی و صاحب جان و مال، حاکم مطلق و خداوند زمینی و صاحب جان و مال همه مردم است. درست این حکومت‌های دیکتاتوری این حکومت آقای خامنه‌ای. و 4. آروغ زدن ممنوع. تا اینو گفت حاکم به وزیرش خندید و گفت این بند 4 چه معنی دارد؟ وزیر گفت قربان شما حاکمی، من وزیرم، شما کاری نداشته باش، بعدن متوجه میشی. خلاصه جارچیان رفتن سر این 4 سو و قانون رو اعلام کردن و ملت هم از اون روز با همدیگه صحبت میکردن که این 3 قانون اولی به هر نوعی که شما بگی توجیه و توضیحی خواهد داشت، چون حاکم صاحب قدرت است و ستم پذیری، ولی یعنی چه توانی، ولی این یعنی چی که ما نتونیم آروغ بزنیم. بعد از مدتی تحمل انواع ستم، مردم ستمهای اصلی را فراموش کردند و برای این که از امر حاکم نافرمانی کرده باشند در کوچه و پس کوچه ها آروغ می زدند و فرار می کردند. جلسات شبانه آروغ زنی برگزار می کردند و هرگاه آروغ می زدند احساس می کردند که کاری سیاسی انجام دادن و به زودی آزادی برای مملکت به ارمغان می آورند. اینو من اضافه کردم. ماموران هم مدام در حال دستگیری افراد آروغ زن بودند و گاهی به منزل و رستوران ها یورش می بردن و آروغ زن ها را دستگیر می کردن. روزی حاکم به وزیر گفت الان معنیه، اون موقع بهش گفت که قربان شما نگران نباش، این آروغ زدن سوپاپ اطمینانه، بعدن متوجه می شی. حالا حاکم گفت که به وزیرش من حالا فهمیدم معنی سوپاپ اطمینانی که گفتی چی بود، چون باعث شده که هیچ کس به اون 3 قانون اول توجهی نکنه و به این آروغ زدن مشغول باشن. ایشون نوشته این حکایت به نظرتان آشنا نیست؟ چرا قربان؟ این حکایت کاملا آشناست و واقعا همه ما اون 3 قانون که هیچی 30 قانون زور و ظلم رو فراموش کردیم و آمدیم همین یه فیلتر شکنی میخره میذاره، خوشحال که از ایران برنامه خارج رو دیده، فیلتر شکن میذاره که فیلم یوتیوب دیده، فیلتر شکن میذاره که یواشکی آزادی یواشکی رو ببینه. خب یادتون اومد که
چه چیزی فرق کرده؟ اون عینک منه که امروز من عینک ندارم، درسته؟ ببینم این بود، آره این عینک مال کار اینجا بود که ندارم. حالا دلیلش هم خدمتتون عرض میکنم، ما چندین بار تصمیم گرفتیم بریم جراحی کنیم و این جراحی لیسیک که با لیزر این چشم تو بالاخره اونا بلده، هر بار رفتیم یه بار گفت برای چشم شما خوب نیست چون آستیگما داری، گفتیم این خدا هم عجب خدای عادلیه، هرچی کوفت و مرض داده به ما، تای قابلمه رو حسابی تمیز کرده ریخته تو کاسه ما. خلاصه گفتیم خب حالا این لنزا که ما میگیم لنز، اینا میگن کانتکت لنز، اینایی که میذاری تو چشمت هی برمیداری اینا بذار. یه دفعه امتحان کردیم چشممون اذیت میکرد و خب این جنس لنزا هم در طی زمان عوض شده. اول یه چیزی بود مثل شیشه، واقعا بعضیا چشمشون زخم میشد، بعد شد اگه اشتباه نکنم از سیلیکان میسازن، یه نوع پلاستیکیه. خلاصه فعلا دوباره اونو گذاشتیم از پریروز، از شنبه اونو گذاشتیم و فکر کردم که چه آزادی به هم دست داده، یعنی دقیقا لنز ما رو یاد آروغ زدن این حاکم انداخت، واقعا آدم آزاد میشه. آقا عینکت ور میداری میخوای بری دوش بگیری، دیگه دور رو نمیبینی، نزدیک رو کم میبینی، نمیدونی چه خاکی بر سرت کنی، میخوای ریش بزنی عینک میزنی خمیر ریش میاد رو، مکافاتی در صورت فعلا داریم با اون سر میکنیم. و اینکه آقای شهرام ایران بومی اینجاست، دکتر جون نمیدونم چی بگم، چه گویم که ناگفتنم بهتر است، اگر یک نفر درد شما رو یک صدم بفهمه اون منم، چون شاهد پدر و مادرم بودم که جوانشون رو از دست دادن و 35 سال نه شب دارن نه روز دارن و دقیقه ای نیست که فراموشش کنن. ولی میدونم شما چون آدم قوی هستی، بیا شادی ها خوبی های این جوان رو جشن بگیریم. و براتونم امروز نوشتم، من اول برنامه هم اصلا این مشکی هم به خاطر ایشون پوشیدم، اول برنامه هم اعلام کردم و عکس ایشون رو هم نشون دادم و برای شما هم نوشتم، ولی خب میدونم تو این شرایط شما جایی نیستی که بتونی با کسی صحبت کنی تماس بگیری، نوشتم اگر کمکی از دست من برمیاد تماس بگیر من در خدمتتم. بالاخره این چیزی هست که کسی نمیاد براش برنامه بریزه، ضمن این که خیلی پیشنهاد میکنن که وقتی بیمه میخرین به غیر از اینکه برای خودتون بیمه بخرین که بچه ها چی باشن، حتی برای بچه ها هم بیمه بخرین که اگر یه اتفاقی پیش آمد و اینها، ولی من میدونم اصلا دل آدم نمیاد که این کار رو انجام بده. ما بهت تسلیت میگیم، ما رو در غم خودت شریک بدون و اگر کاری هست از دست من بر بیاد، چه اینجا چه آلمان، در خدمتتم. اگه بخوای همین امروز پرواز میکنم میام اونجا، اگرم شما آمدی اینجا که حتما اینجا ببینمت، بالاخره ما اینجا 4 نفر رو میشناسیم، اگر کاری کمکی چیزی باشه بهتره که اون موقع خانواده دیگه این زحمت مجالس و به اصطلاح مجال چیز و اینها رو به دوش اونا نباشه، دوستان این کارها رو قبول زحمت کنن، که زحمتی هم نیست، دوستی برای همینه. گفت دوست آن باشد که گیرد دست دوست، بگید در پریشان حالی و اینها، در هر صورت میدونم حالت پریشونه و به تسلیت میگم، هر کاری داشتی به من تماس بگی، زنگ بزن در خدمت. خیلی ممنون. خب دوستان عزیز، راجع به سربازان آمریکایی که مغزشون رو پاک میکنن برید حتما نگاه کنید و ماجرای این سفرهای نخست وزیر ژاپن، سفر اون آقای آلمانی که رفت ایران و اینها، و دیدم که یه دوستی نوشته بود این نخست وزیر فعلی قبلا هم سفری به ایران داشته حدود 37-38 سال پیش،
موقعی که پدرش نخست وزیر بوده و این یک جوان 28 ساله‌ای بوده و هم پدر اون موقع هم پسر الان در این مأموریتی که به عهده گرفتن شکست خوردن. من گفتم آقا شما که فارسیت خوبه، چرا می‌نویسی اینها شکست خوردن؟ چرا نمی‌نویسی ایرانیا حاکم ایران این آخوندا همون موقع کل خربازی در بردن، هم الان کل خربازی در میارن؟ درست بگیم جمله ها رو. در هر صورت یه مجلسی بودم شنبه شب، یه دوستی داریم خیلی هم هنرمنده، آقای کاووسی رقیب پیدا کردیه، ایشون هم ضرب میزنه و هم اون نقاره ترکیه و اینا رو خیلی قشنگ میزنه و هم فیلم برداره هم هنرمنده. آمد و گفت که شنیدی نخست وزیر ژاپن چی گفت وقتی ایران رو ترک کرد؟ گفتم نه، چی گفت؟ گفت که گفته که آقای خامنه‌ای گویا تازه ایشون رو نصیحت کرده که شما خیلی در برابر آمریکا دلا نشین، مثل ما وایسید، پدر مملکت خودتون رو در بیارید، پدر ملت خودتون رو در بیارید، گرونی و اینها. و این چیه که شما تسلیم آمریکا شدید؟ ژاپن الان تمام دنیا رو گرفته از لحاظ ماشین و از لحاظ صنعت و فلان اینا. میگن که این آقا وقتی آمده یه چیزایی گفته که همه حقیقته، ولی من فکر نمی‌کنم، چون نتونستم نوشته ایرم پیدا کنم یا ویدیویی رو پیدا کنم که این آقا چنین چیزی گفته. حقیقت محضه، ولی اینا معمولا چون سیاست مدار هستن اینجوری واضح صحبت نمی کنن. دوست عزیز، اون شبم به اون دوستمو گفتم. در هر صورت این هم از این ماجرا. و جالب اینه که ترامپ شالاتانیست که حتی آخوندهای شالاتان هم دیگه حاضر نیستن با این صحبت کنن، و وقتی هم دوربین حکومت اسلامی میره تو خیابون به مردم صحبت میکنه، خب احتمالاً اونایی رو نشون میده. اولا مردم میترسن یه چیزی بگن که خلاف خواسته حکومت باشه، یک. دومن اگرم چیزی بگن، اونی که رفته تهیه کرده و میاد میترسه نشون بده، ور میدارن فقط اونایی که به نفع خودشونه نشون میدن. با مردم تو خیابونا مصاحبه میکنه و مردم بیشتر اینایی که نشون داد میگن که بله دیگه، رهبر درست گفت، ما با این حرفی نداریم. و کسی که یه بار زد زیر امضا و قولش دیگه جایی برای حرف زدن باقی نذاشته. این قسمت رو درست میگن. و خودتون فکر کنید، آمدید با سوربی یک قراردادی بسی که آقا ما فلان روز عروسی داریم، شما بیا فیلم برداری کن. این قرارداد بسته، پولم گرفته، دیپازیت گرفته، گفته برای من اون روز میام. دو روز سه روز قبل از برنامه شما، موقعی که دیده شما الان شور حسینی تو کلتون، همه این گرفتاری های مجلس و عروسی و فلان اینها تو مغزتونه، زنگ میزنه میگه من با این قیمت نمیام. میگی آقا قرارداد نوشتیم. میگه بفرما. این قرارداد پاره میکنه، میگه حالا ببر منو دادگاه. میرزه زمین. خب شما دیگه به این سوربی اطمینان نمیکنی، میگه آقا اگه گفته 500 دلار میگیرم، الان میگه 700 دلار. امروز اگه 700 دلارش بدیم، چه تضمینی هست که فردا نگه 1000 دلار؟ اینه متاسفم. حالا دیدم بعضیا نوشته بودن که حتما یونایتد نیشن قطعنامه صادر میکنه بر علیه ایران. گفتم آقا این یونایتد نیشن خاک بر سری چه قطعنامه ها که صادر کرده بر علیه اسرائیل و کشورهای دیگه، به درد نمیخوره. به قول معروف اون وقتا میگفتم برو بذار در کوزه آبشو بخور. چرا نمیدونم. بله، میگه که کشتی نو مسافربری ایران شارجه برا افتاد. فیلم قشنگی فرستادن، ولی فیلمه رو چون با تلفن گرفتن 90 درجه کجه. من بخوام بهتون نشون بدم، باید مثل این شیرهی ها بخوابید، گردنتون رو کج کنید. یک کشتی لوکس و رد کارپت، فرش قرمز و اینها. من یادم افتاد که در دوره شاه چند سال قبل از انقلاب، یکی دو سال قبل از انقلاب،
سفری رفتم به قشم، با کیش اشتباه نکنید، اون موقع همه کس نمیتونستن برن کیش، اصلا پروازهای چیز نبود به کیش، قشم بود نزدیک بندر عباس. اینم با لنج میرفتن. و اما این لنج چیه؟ نه قایق نه کشتیه، یه چیزی بین این دوتا با چوب همون محلیات درست میکنن. والا ما 45 دقیقه سوار این بودیم، برسیم اونجا 10 بار به خودمون گفتیم عجب غلطی کردیم. بعد جالب این بود که شاید هم بعد از انقلاب بوده، آره بعد از انقلاب بود، چون خیلی ها وقتی رفتیم اونجا اون چیزایی که تو ایران گیر نمیمد اینا رو هم اونجا خریدیم آوردیم. یعنی لنجی که پیش از ظهر صبح داشت میرفت این همش میترسیدیم الان غرق بشه از بس سنگینه، ما ملت نادان انقدر بار و وسایل خریدیم اینو سنگین تر کردیم. اون کشتی ناخدا و اینا هم بدبختا اونا هم به این هستن که 10 تومن بیشتر بسازن، اونا هم همه ما رو دوباره سوار کردن. خلاصه 45 دقیقه دیگه دعا و صلوات و اینها تا رسیدیم به بندر عباس. حالا ببینید آخوندها چه کار کردن. آخوندها میگه در جنجال بازگشت جزیره‌ای که ابوظبی ادعا میکند شارجه و رأس الخیمه، صاحبان جزیره ها به ترتیب ابو موسی و بعد دو تنب کوچک و بزرگ را خواهان شدند. این سه جزیره در یک معامله میان ایران از یک طرف و انگلیس و آمریکا از طرف دیگر برای پایان دادن به مسئله مطالبات ایران به ایران واگذار شد. ایران رسما از مطالبه چهار جزیره دیگر که بحرین یکی از آنها بود دست کشید. به اضافه ایران به دو امارات شارجه و رأس الخیمه مبلغ بزرگی پول قرض داد. شنیدم قرض به شارجه به 400 میلیون دلار میرسد. ایران مطالبه قرض را علنی نمی کند ولی با زیرکی از این دو امارات باج میگیرد. حالا شما باز هم بشینید و بگید آخوند نفهم. 8 سال جنگ، 1 متر مربع را از دست ندادن. آقای شاه بحرین رو داد، پدرش اون هرند رودخانه هرند رو داد، کجا بود؟ قاجار، که اونها که دیگه مادرشون کاخ چی بود خانه کرم بود، بداد از پس و پیش. و اما این آخوندها الان ترس و وحشت آمریکا اینه که این آخوندها، اون آقای چیز هم یه داشت میگفت، یه فیلسوف فرانسوی هست، میگفت که ایران داره تبدیل میشه به امپراتوری و میره از این ور به زودی به چین میرسه، از این ور که داره میاد به مدیترانه و اینها. و الان این آقای ترامپ کل خری که آمد قرار داد و پاره کرد، اینجوری نگاش نکنید که چجوری حالا امروز میگه ما هر وقت بخوان تلفن بهشون دادم زنگ بزنن. اون خواننده بود نیر میخون، جمال وفایی، نیر بیا بابا رحم کن به ما یه زنگی بزن. ترامپ سر این ماجرای همین هرمز، تنگه هرمز، فهمید که چه غلطی کرده. حالا این ماجرایی که کشتی اونجا نمیدونم زدن بهش و اینها، حتی خود ژاپن گفته این چیزی رو که آمریکا میگه ما قبول نداریم. اونایی هم که استناد میکنید به حرف این پامپئوی توپولی، برید ویدیویی که پامپئو میگه وقتی من مامور CIA بودم، ما مامور CIA دروغ باید بگیم، نمیدونم کلک باید بزنیم، خودشون اینا رو میگن. اون وقت این برنامه ایران رو بکشن تو جنگ از سال 2009 تا حالا پروگرامش و برنامهش ریخته شده و نقشه جنگش در اون اتاقی که بهش میگن سیچویشن روم، سیچویشن روم رو اگه میخواین ببینید با این سیچویشن روم خبر آقای چیز فرق میکنه، ولف مال CNN، اونیه که یادتونه وقتی بن لادن رو کشتن، اوباما و نخست وزیرش و جان کری و نمیدونم، جان کری اون موقع نبود، خانم هیلری کلینتون
وزیر امور خارجه بود که اینجوری نشسته بود یا ناخوناش داشت میخورد یا دست خودش داشت با دندون گاز میزد که فیلم رو میدیدن اون سیچویشن رومه و جایی هست که به اصطلاح تصمیمای مهم میگیرن مخصوصا در مواقع جنگ. این هم از این ماجرا. و اما جده، خب این آقای بن سلمان وقتی آمد همه گفتن بابا این حکومت پوسیده یک خاندان عقب افتاده عربستان به نام آل سعود بسه، حالا این جوون که آمده اینا رو عوض میکنه. اینم یه چیزایی رو عوض میکنه ولی یه چیزاییش رو اون فشار اون مملکت و به اصطلاح کله پوکی و اینها روش هست. این که اولا دشمنیشون با ایران، بعد از این ور میاد زنها رو آزاد میکنه برین رانندگی کنید، زنها رو آزاد گذاشته الان دیسکو داشته باشن تو جده و اینها، برید نگاه کنید ببینید چگونه یکی پس از دیگری مراسم رقص و اینها، یکی این و یکی اون و داره درست میشه. دقیقا من یاد همین نوشته آقای فاتحی انداخت که آروغ زدن رو ممنوع کرده، رقص رو ممنوع کرده که مردم یادشون بره اون مشکلات دنیا رو، مشکلات کشورشون رو. حالا که آروغ زدن رو آزاد کرده این مردم خوشحالن، حالا که گفته برقصید مردم خوشحالن. و جده این ویدیو هم باز کج بود و اب نداره. میگه ایران به زودی از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور میکنن. کی باعث شد؟ ترامپ. یادتونه همین آقایون مثل مانوک خدابخشیان، مثل آقای حسین فرجی، مثل دیگران فوش میدادن به احمدی نژاد و اینا که آقا این برجام شما این همه پول خرج کردین، بعد رفتید سیمان ریختین توی این سنترفیوژ و اینها، اینا باید همشون فالگیر میشدن. یکی از دوستان، حالا اسمشو نمیخوام بگم، نوشته بود آقا از این مانوک خدابخشیان دیگه من احمق‌تر ندیدم. گفتم چرا؟ خودش اسرا از صبح تا شب که حرف میزنه، اسرا دیگه از صبح هم احمق‌تره. آمده یه چیزایی داراره این میتینگایی که دنیا، اولا فکر میکنه فقط اینه که میدونه، نمیدونه همش ویدیو همش نوشته بله میتینگ هایی هست در دنیا که اینها جمع میشن و تصمیم میگیرن و فلان. و این مانوک خدابخشیان من هر وقت میبینم، مخصوصا این برنامه‌ای که با علیرضا قاسمی درست میکنه، میگم میرزا قاسمی، این واقعا من یاد فالگیرا میندازه که به هر کسی اون چیزی رو میگن که طرف دلش میخواد گوش بده بشنوه. آقا تو نامزد گیرت میاد، به زودی کار گیرت میاد، به زودی پول گیرت میاد، به زودی ایران از بین میره، فلان بیسار دوباره. آقا 40 ساله شما داری همین مزخرفات رو میگی و یکی از چیزایی که گفتی درست از آب در نیومده. اگه درست از آب در اومده بود 39 سال و 6 ماه پیش جمهوری اسلامی از بین رفته بود. آقای مانوک خجالت بکش. تو هم مثل من که الان تصمیم گرفتم از این آخر ما برنامه ها رو کمتر کنم و بیشتر وقت بذارم برم بگردم این ور اون ور، برو آقا دنبال تفریح. شما ها که ماشاءالله همتون هم پول از ایران آوردید، هم اینجا از لحاظ خدمات آمریکایی دارید استفاده میکنید، برو آقا خوش باش. این چه وضعیه بیچاره، اینجوری دست لرزون میای جلو تلویزیون، این همه دروغ، این همه مزخرفات، 4 تا خبری که 1 ساعت پیش شنیدی به مردم میگی که چی آخه؟ برو آقا مسابقات فوتبال، الان ماشاءالله جوونا والیبال و فوتبال و اینها یکی پس از دیگری دارن برنده میشن، برو اونا رو صحبت کن. خب 7 دقیقه دیگه به اذان صبح باقی است که با آقای فرزاد نیساری صحبت کنیم. میگه بهروز کمانوندی، نه ببخشید کمالوندی، سخنگوی، آها یه چی براتون بگم، فقط لنز شما وقتی میذاری یادتونه لنز به اصطلاح چشمتون خوب بود، بعد دیدید این نوشتنتون مشکل شده، رفتین گفتن که reading glasses، بعد شما گفتی آقا من که اصلا نمیخونم، گفت بابا برای نوشتن میگیم، حالا بذار. بعد کامپیوتر که آمد دیدیم که حالا کامپیوتر رو نمیبینیم، باید بیایم نزدیک. این اشکال این لنزا هست. یه مشکل دیگه که هست، الان یک لنزایی ساختن که مثل عینکی که
برای پایینش برای خوندن بود، وسطش برای کامپیوتر بود، بالاش برای رانندگی بود. این لنزها همین کارو میکنه. حالا guess what، فکر کن چی؟ دوباره خدا نعمت رو ما داده، میگه این نوع لنزها به چشم شما نمیخوره. اینه که یه تکنیکی که نسبتاً جدیده، چندین سال هست، میان بهش میگن مونوویژن. یه چشمت رو تو جراحی لیزر هم این کارو میکنن، یه چشمت رو میکنن نزدیک بین برای خوندن نوشتن، یه چشمت رو میکنن دوربین، و این وسط یه کمی تار میبینی. طرف رفت مغازه‌ای که اسباب موسیقی میفروختن، گفت آقا این تار رو بده من ببینم. گفت آقا این که تار نیست، این ویالونه. گفت من از اینجا تار میبینم. حالا منم از اینجا چون کامپیوتر ما صفحهش دوره که جلو تلویزیون نباشه، اینو خوب نمیبینم، اجازه بدید من این کامپیوتر صفحهش رو یا مانیتورش رو بکشم جلوتر. بله، بهروزه اینه که آقای کمالوندی میشه کمانوندی. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتم ایران اعلام کرد این کشور تا ششم تیر 10 روز دیگر از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور میکند. این دومین گام جمهوری اسلامی برای کاهش تعهدات کشور بر اساس توافق هسته‌ای سال 2015 است. ببینید اون کله، ببخشید، اون وقتا به یکی میگفت، میگو آقا تو، میگو من آدم، ببخشید، آدم ریغوی هستم، تو آدم کله خشکی هستی. اینا هم همینه. آخه اگه شما بگی ما اینقدر کیلوگرم تولید کردیم برای نیروگاه اتمی، ملت میگن خب تولید کردی که تولید کردی، دیگه چه مرضی داری اعلام میکنی، برو بگو. اگه بگی برای اسلحه میخوای به رخ این بکشی، دیگه دیوانگی تو داری عنوان میکنی و دستتو کردی تو جیبت، هفتیر نداری، ولی به طرف داد میزنی کاری نکن بیام با این هفتیر بکشم. تا 4 نفرم وایسادن تو خیابون شاهدن، اون هفتیرشو در میاره شما رو میکشه، اون هفتیر تو جیبش. اون وقت میان به این 4 تا شاهد میگن چی شد؟ میگن این احمق تهدیدش کرد، گفت من هفتیرمو در میارم میکشم. میان دستشو در میارن، میگن چیزی نیست. میگن آقا این که هفتیر نداره. میگن بله هفتیر نداره، عقلم نداره، ولی گفت دارم. اینجوریه. حالا شما آقای کمالوندی، برو یواشکی به زنت بگو، زنت هم تمام دنیا رو با خبر میکنه. چرا دیگه میای خبر میدی که 300 کیلو تو سرت خورده؟ هر یک کیلویشو بده به خونه آخوندا بخورن، بمب اتم راحت بشه. بله، بیش از این در 20 اردیبهشت یا 30 اردیبهشت در اولین گام برای کاهش تعهدات، کاهش تعهدات. آقا دیگه وقتی که تعهدتون پاره شده ریختن دور، دیگه کاهش و افزایش نداره، باطل شده قرارداد. شما میخواستی یه جای اجاره کنی، صابخونه اجارت نمیده. شما میگی برای کاهش من حالا آمدم توی این حیات دارم تمیز میکنم. مردک، نمیذارن شب بخوابی تو این خونه، برو بعد بقیه جای دیگه فکر این باش که شب که بخواد بارون بیاد کجا میخوای بخوابی. و اما شمارش معکوس برای عبور از ذخیره 300 کیلو اورانیوم غنی شده آغاز شد. آقا کرم دارن، کرم دارن، مرض دارن. درسته که صدام حمله کرد به ایران، ولی یادمون باشه اینم درسته که هی اومدن گفتن ما میخوایم اسلام رو صادر کنیم به خارج. آقا خانم، یواشکی اسلامی میساختین که مردم دنیا بگن عجب کشوری شد این جمهوری اسلامی، نمونه. ما اصلا جمهوری دینی ندیده بودیم به غیر از اسرائیل، اینم نمونه شد. بیان بریم ایران، اصلا اسلام رو بیاریم ما تو کشور خودمون. چقدر داد بیداد کردید، هی صادر میکنیم صادر میکنیم. چی صادر کردید؟ مغزا صادر شد، مغزا رفتن، شما موندید. خب ساعت 2:58 است. بله، درود بر خان قشقایی فرزاد نیساری. اینو آقای مانو معنوی، این معنویه چی؟ اگه معنویه نمیدونم، اینجوری می‌نویسن معنوی؟ مثل که ما مثل آلمانیا باید یه چیزی اینجوری بذاریم اون بالا. در هر صورت حالا این معنی خان، خان یک بار منفی گذاشته، مخصوصا از بعد از اینکه
خود رضا خان آمد، رضا قلدر یه کاری کرد که وقتی بگن آقا این فلانی خانه، به حساب بیاد که این زورگوه بده. در صورتی که خان قبلا مثل پدر خانواده، پدر قبیله، عموی قبیله، دایی قبیله عمل میکرده. حالا نمیدونم، از خود آقای نیساری سوال میکنیم آقا این خان شما از اون خان خوباست یا از اون خان بداست که رضا قلدر به مردم گفته بوده. خب ببینین، صدای زنگ در آمد از این سو. قطع شد، میگه آقا فرزاد It's not online. خب شما زنگ بزن آقا فرزاد. میگم من کاکو جون شما، مینویسم برای شما، شما زنگ بزن بفرم. خب و اما اینجا نوشتم فرزاد نیساری ساعت 3 بعد از ظهر دوشنبه 27 خرداد 1398 برابر با 17 جون 2019. دوستان حمایت فراموش نشه، الان ما یک بند دیگه هم به قانون اساسی مملکت مردم تیوی اضافه کردیم، اینه تلویزیون مردم به حمایت شما نیازمند است. این هم آقای نیساری و من ویدیوی اینجا رو خاموش کنم. بله شما هم اگر صدا مدای برنامه ها رو ببندی. تصویر آقا امروز خوب شد، اون مشکل برطرف شد، خیلی خوشحالم، زحمت کشیدید، ما ازت ممنون و متشکریم. و همین الان قبل از اینکه شما بیای ما داشتیم درباره خان صحبت میکردیم، چرا این خان سعی کردن بهش بار منفی بدن، مخصوصا از دوره رضا قلدر که خودش هم رضا خان بود ولی خانی نبود. اون کجا بوده خان؟ کدوم دهی رو این آباد کرده بوده؟ بذارید من اینم بیارم اینجا و بیام سراغ شما، با شما باشم و مثل دیگر بیننده ها بشینم اینجا و برنامه شما رو گوش کنم. دوستان عزیز، با آقای فرزاد نیساری هستیم. برای دوستان گفتم که آقای نیساری گفت کاکو اگه جنگ شد من از ایران باهات تماس میگیرم. خب باید آدم اینجوری مصمم باشه، از اینکه آقا من میشینم اینجا شما برین هر وقت پاسدارا ریششون زدن و ماتیک سرخاب کردن من میام، اونا میشید حخا. آقای نیساری ما با شما هستیم، میکروفون در اختیار شما، بفرمایید. بحث و بحث جنگ، این ماجرا چیه؟ اینها این چوب رو هی بلند میکنن، اینها رو میترسونن، اونا هم هی کارهای خلاف میکنن، دنیا چی میگه، ما چی میگیم، شما چی میگید، بفرمایید. بسیار عالی، سوال من رو دارید؟ بله بله. بسیار عالی، با درود بر شما و بینندگان گرامی، با درود بر پدران و مادران ستمدیده ایران، با درود بر استادان و معلمان سرزمینم که درس انسانیت و آزادگی را به من آموختند. تصویر من رو دارید؟ بله عزیز، بله. آموختند. با درود بر فرزندان گرسنه و بی سر و پناه که دست روی همه آنها را از راه دور می‌بوسند. من فرزاد نیساری از ایل قشقایی، سرباز میهنم ایران هستم، در خدمت شما. بله. امروز قرار بود یه مقداری درباره این اوضاع و به اصطلاح احوال جنگ و آمریکا و اینها صحبت کنید و به ما بگید به نظر شما آقا کی درست میگه؟ این آمریکا هم انقدر دیگه دروغ گفته که آدم به حرفاش نمیتونه اطمینان کنه. حتی یک ویدیویی از خود این آقای پامپاو گذاشتن که میگه من وقتی که مسئول CIA بودم دروغ میگفتیم چنین و چنان. ما میخوام ببینیم تو کشورهای اروپایی اونا چی میگن، چون حتی اون برجام رو وقتی ترامپ یک نفره ازش آمد بیرون، کشورهای دیگه کمی اعتراض کردن ولی بعد دیگه دنبالش رو نگرفتن. لطف کنید در این مورد مقداری برای ما صحبت. بسیار عالی. ببینید همونجور که پیشتر گفتم، برای بررسی هر موضوعی بایستی از عناصری که موضوع رو تشکیل میدن شناخت پیدا کنید.
بدون چنین شناختی ما نمیتونیم نظر بدیم. در حال حاضر مسئله جنگ حول محور دور میزنه که ایران درش هست، آمریکا درش هست، کشورهای منطقه درش هستند و مهمتر از همه چیز منافع و مال و منال مردم ایران درش هست. ما بایستی یکایک اینها رو شناخت ازشون پیدا کنیم تا بتونیم به اصطلاح نظر درست در رابطه با اینها بدیم. بنابراین پیش از این که من شروع کنم به مسئله جنگ، به صورت خیلی مختصری توضیح میدم. ببینید، مسئله این است که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم دست نشانده و نوکرمنش هست. مادامی که ما این مسئله رو درک نکنیم و یا نپذیریم، هر گونه تصمیم گیری به راه های به اصطلاح غلط راه پیدا می کنه. بیشتر توضیح میدم. شما ببینید که در زمان قبل از به اصطلاح تغییر قاجار، دولت روس و دولت انگلیس که در حال حاضر اون منافع دولت انگلیس ربط پیدا کرده بعد از جنگ جهانی دوم به دولت انگلیس و دولت آمریکا، اونها بر سر منافع در ایران و خاک و زمینها و منابع ایران تصمیم گیری هایی کردن. درست هست که بعد از انقلاب کبیر در انگلیس روسها خودشون رو کنار کشیدن، ولی با تغییر به اصطلاح رژیم روسیه تمام صحبت ها در پشت پرده به انجام رسیده. تمام تلاش این هست که چگونه این نیروهای بزرگ کنترل کنن موقعیت درون ایران رو و بتونن به نحوه احسن از منافع اون نفع ببرن. حالا جایگاه این رژیم درست مشابه در نظر من، در نظر من و به اسرائیل من که در ایران سابقه طولانی داریم، جایگاه این رژیم هیچ تفاوتی با جایگاه رژیم پهلوی نداره. این رژیم درست آن روی دیگر سکه پهلوی است. برای اینکه جای اینها رو اون انداخته، یعنی مردم چشم خوششون باز شده، بنابراین بایستی با یک رژیم و ترفندی 40 سال دیگه اینها رو به اصطلاح به این تله می‌انداختن. حالا در هر صورت شما نگاه کنید، یک نمونه بارز این تابعیت آقای حسن روحانی است. آقای روحانی رئیس جمهور ایران هست، در حقیقت یکی مأمور اطلاعاتی در درون ایران بوده. ایشون یک نفر بسیار نزدیک، درسته که در نمیدونم بازی های روزانه با آقای خامنه‌ای نمیدونم بازی های سیاسی میکنن، ولی در حقیقت به رهبری نزدیک است، وگر نمیذاشتن رئیس جمهور بشه. ایشون تابعیت یک دولت بیگانه رو داره، اما این تابعیت مهم نیست. خیلی از ایرانی ها تابعیت دارن. ایشون دست نشانده است، ایشون حقوق بگیر هست، وگرنه به همین سادگی ما میدونیم به کسی ویزا نمیدن، به کسی به همین صورت پاسپورت و تابعیت مملکت دیگر رو نمیدن. نه تنها ایشون تابعیت داره، نه تنها خامنه‌ای تابعیت داره، نه تنها خمینی تابعیت داشت و دارد و امثال اونها، و به مرور زمان اینها روشن میشه اینها در حقیقت حقوق بگیر دولت‌های بیگانه هستند. این زرنگی‌ها و به اصطلاح بازی‌هایی هم که می‌کنن اگر نکنن که من شما از همون روز اول متوجه میشیم اینا چه گند و گویی هستن. بنابراین مردم ایران بایستی چشمشون روشن باشه. تاریخ 100 ساله گذشته به ویژه 110 ساله گذشته تکرار پشت تکرار هست. اینها هر زمانی که گیر می‌افتن آس جدیدی می‌زنن و متأسفانه در این وسط ما به اصطلاح روشن فکرها و دانش پژوها و به اصطلاح زرنگها و روشن فکرهای ایران هستیم که اشتباهات فاحش میکنیم، برای اینکه ما نتونستیم اینها رو بشناسیم. من بیشتر توضیح میدم. شما حساب بکنید وقتی که مثلا در نظر میگیرید که یک میخواد آتش راه بندازید، آتش به چند چیز گوناگون داره. حالا منظورم شناخت از عنصر هست. شما اگر جرقه نداشته باشید یا کبریت نتونید بزنید یا شعله نتونید ایجاد بکنید، آتش نمیتونید راه بندازید، مگر اینکه به اصطلاح مثل 3000 سال پیش یه چوب بردارید روی سنگ بکشید و به این ترتیب مثلا بخواد حرارت ایجاد کنید، جرقه بزنه با آتش ایجاد شید. برای آتش زدن جرقه رو نیاز دارید، سوخت رو نیاز دارید، اکسیژن رو نیاز دارید، همه اینها نیاز هست. شما برای درست کردن به زبان ساده
برای درست کردن مثلا ماست شیر نیاز دارید و اون چاشنیشو هم نیاز دارید. شیر رو اگر 100 سال هم بذارید ماست نمیشه. بنابراین برای شناخت این رژیم و شناخت اینی که در جنگ اینها چه بازی هایی میکنن بایستی بازی این عناصر رو بشناسیم. اگر نشناسیم به اصطلاح به ناکجا آباد کارمون ختم میشه. حالا حساب بکنید جنگ چرا باید اتفاق بیفته و چرا نباید اتفاق بیفته؟ چرا اصلا این مسئله جنگ رو شده؟ چطور است که این مسئله جنگ زمانی که نیروهای ایران و نیروهای این رژیم در درون سوریه نیروشون رو مصرف میکردن و نیروی ایران نصف بود، نه از تحریم آنچنانی خبری بود نه از جنگ آنچنان خبری بود، حالا که به اصطلاح رژیم ایران در سوریه پیروز شده و برگشتی توی زمین خودش، اینا تحریم سنگی رو شروع کردن. آقای نیساری نمیدونم چرا صدای شما کم شد. بله بله، اگه پروگرام دیگه ای روشن رو کامپیوترتون اونا رو خاموش کنید لطفا. تا اونجایی رو که گفتید چرا حالا که اینا از سوریه بیرون آمدن میخوان جنگ رو شروع کنن ما شنیدیم. نه هنوزم صدا ضعیفه. بله میخوان قطع کنید دوباره زنگ بزنید. بله دوستان عزیز، بعض وقتا این اشکال توی اسکایپ به وجود میاد و نمیدونم مثل که میکروفون رو عوض میکنه خود دستگاه، اون چیزی رو که بهش به اصطلاح اسنگ کردن یا واگذار کردن عوض میکنه با میکروفون لپتاپ یا کامپیوتر. اینا ما حالا سعی میکنیم که به اصطلاح ایشون تماس بگیره، امیدواریم مثل همون اول صدا خوب باشه. و من فکر کنم این دوستانی که میخوان برنامه داشته باشن بهتره از گوشی و میکروفون حالا یا آیفون یا اینا استفاده کنن، یا اینکه اون وسایلی که با اسکایپ کار میکنه هست، میکروفونایی هست که شما روی اینترنت وقتی میخوان اوردر بدین و بلنگوهایی هست که وقتی میخوان سفارش بدین میگید برای اسکایپ که به اصطلاح اینترفیر یا دخالت نکنه با دستگاه های دیگه، با پروگرام های دیگه. اونجوری اسکایپ حتی مثلا صدای این بلنگو رو نمیگیره، چون اگه بگیره هی پژواک میشه، چون من دارم از این گوش میدم دیگه. به خاطر همینه که میبینید بعضی از این رادیو استیشن ها گوشی رو گوششون میذارن. این قدیما که نمیتونستن اینجوری بسازن که بفهمه این صدا برنگرده، با گذاشتن گوشی رو گوششون یا هدفون روی گوششون پیشگیری میکردن از پژواک صدا در رادیو. هنوزم که هنوزه در رادیو، در استیشنای رادیو، در ایستگاه رادیویی از اون چیز استفاده میکنن. من سوالی که از دوستان مخصوصا الان از آقای نیساری دارم اینه که ما اگر باور داریم که این آخوندها دست نشانده انگلیس و آمریکا و اینها هستن، خب باید با اونها دعوا کنیم نه با آخوندها. اینا که مأمورن، دعوای با انگلیس، دعوای با آمریکا چگونه عملی است؟ آقا یه مقدار صحبت کنید ببینم صداتون خوب شده. الان خوب شد ولی قبلی ضعیف بود. الان صحبت کنید، یه چیزی یه دفعه عوض میشه. صحبت کنید الان. الان صدای من رو میشنوید؟ الان عالیه. اگه همینجوری وایسه که خب ما هم خوشحالیم. صحبت کنید بفرمایید. الان صدای من رو پس میشنوید؟ بله بله. بسیار عالی. ببینم اگر این رو بردارم باز صدای من رو میشنوید؟ بفرمایید. یه لحظه. صدای من رو میشنوید؟ الان بله. ولی خب اگه اونجوریه بذاریم داشت دو گوشتون باشه میکروفون نزدیکتره. بسیار. بله. ببینید مسئله این هست که میخواییم ببینیم که این جریان جنگ چرا اتفاق خواهد افتاد و چرا اتفاق نخواهد افتاد، یعنی بررسیش کنیم. جنگ مانند آتش نیاز به چیزهای عناصر گوناگونی داره. اول بایستی برای حمله کننده
غنیمتی با ارزش تحویل بده، وگرنه هیچ کس نمیره. مثلا صحرای بیابان بدون هیچ منبع و بدون هیچ منابعی رو در آفریقا مثلا تسخیر کنه. بنابراین بایست یک چیز با ارزش در اونجا باشه. سرمایه برای اجیر کردن سرباز و پرداخت مخارج جنگ میخواد. هیچ کسی نمیاد دلش به حال مردم ایران نسوخته که سرباز آماده کنه، اسلحه آماده کنه، از جیب ملت خودش پول بده، بیاد به اصطلاح اینها رو شکست بده، آزادی برای مردم ایران بیاره و بگه آقا جون خیلی خوب خرج کردم، حالا برید دنبال زندگیتون. خب سرمایه میخواد و مخارج این جنگ رو میخواد. استمرار برداشت محصول میخواد که سوددهی دراز مدت یا کافی مدت داشته باشه. کسی نمیره به جنگ 1000 پوند خرج کنه که یک چیزی رو که 10 پوند بیشتر ارزش نداره تسخیر کنه. بنابراین مانند هر چیز، به ویژه این آقای ترامپ به استراح میگن شیردل یاد آدم رو یاد اون جان شیردل انگلیسی میندازه، در صورت بی خود اینا بی مایه به استراح میگن یا بی فطیر مایه نمیشه. بعد جنگ کاتالیزور یا کمکسوز میخواد که حرارت رو یکسان و مرتب به سوخت برسونه. مثلا فتیله، شعله که همیشه روشن باشه، جرقه اول رو که زدید این روشن که شد، اون تداوم حرارت رو با کشیدن نفت و سوختای غیره بتونه ادامه بده. خب حالا شما اینها رو در رابطه با ایران و اطرافش در نظر بگیرید. برای مثال زمانی که جنگ، زمانی که عراق به کویت حمله کرد، 50 میلیارد دلار سرمایه کویتی ها در بانک های غربی به اصطلاح پسنداز بود. 15% سهام به اصطلاح گاز بریتانیا رو این کویتی ها خریده بودن. برای اینکه شما رو بیشتر توی مسئله وارد کنم، اون میادین گازی که متعلق به ایران هست در شمال انگلیس، در همین چند ماه پیش همین مردم فروش ها، همین دولت کنونی، درست مشابه رضا قلدر بزدل، این کلمه بزدل باید همیشه روش باشه، درست مشابه رضا قلدر بزدل همون میادین نفتی رو با 12% تحویل دولت انگلیس داد و گفت آقا جون شما استخراج کنید، به ما از سودش 12% بدید. حالا حساب بکنید که کویت 15% گاز به اصطلاح بریتیش گاز رو اینها خریدن و در دست دارن. بنابراین با فشار دادن به آقای صدام و از پشت این رو فشار دادن، ایشون رو انداختن بیاد کویت و در این جنگ غربی ها به نام دفاع و آزادسازی کویت هم 50 میلیارد دلار بالا کشیدن، هم 15% گازشون رو پس گرفتن. یعنی اینجوری اینا حرکت میکنن. حالا در عربستان سعودی، سلطان عربستان سعودی 2000 میلیارد سرمایه داره. میشنوید صدای من رو؟ بله بله. بله. سلطان عربستان سعودی 2000 میلیارد سرمایه خودش هست در بانک‌های غربی. خانواده خودش از اون پرنس‌های کوچک گرفته که نزدیک نفری به 2 میلیارد در از در بسته بانک‌های اینا هست، تا کله گنده تر از همش که امکان داره مثلا 200-300 میلیارد دلار در حساب اینا باشه، اینها همه حسابایی که خوابیده. بعد سران اون شیخ نشین‌های خلیج فارس روی هم رفته نزدیک یک چیزی نزدیک 1000 میلیارد دلار در بانک‌های غربی دارن. حالا شما اینا رو می‌ذارید به یک کناری، اون سرمایه‌ای رو که دولت آمریکا برای زرادخانه‌های خودش به کار می‌گیره که تداوم کار داشته باشه، سالانه 750 میلیارد دلار هزینه داره. هزینه اینها رو میگید آمریکا بده بیاد جنگ بکنه که مثلا 3 تا جزیره ایرانی رو بگیره تحویل عربستان سعودی بده مجانی. این هست که نشست میکنه، مینشینه با اینها و میگه آقا جون من حاضرم بیام شیشه رو بشکنم، بعد اعلام کنم که نیاز به شیشه مجدد هست، بیام شیشه جدید رو بفروشم. بس همش در سر همین هست. منتها این کشورهای منطقه تجربه جنگ عراق رو دارن،
تجربه جنگ به اصطلاح کویت رو دارن و دوزاریشون افتاده که آقا حرف رو نمیتونن به همین سادگی حرف بزنن، در عمل به عمل کار براید، باید یا از این سرمایه‌ای که دارن چشم بپوشن یا اینکه به ترتیبی کنار بکشن خودشون رو. حالا این وسط گیر کرده مسئله، چون این وسط گیر کرده سیستم به اصطلاح بیگانه که برای ما بسیار روشن است، چون در تاریخ از اینها زیاد دیدیم، هر کسی که تاریخ ایران رو خونده باشه میدونه که آقا هر از زمانی یک امپراتوری به امپراتور دیگر به بهانه‌ای حمله می‌کرده. حالا اومدن، ببینید چه جالب هست، اومدن به ترتیبی که کسی نمی‌دیده و یا نمی‌بینه که این کار نشون میده کار خودشون هست، نه کار این احمق‌های به اصطلاح جمهوری اسلامی، ضرباتی به کشتی‌های نفتی زدن که ترس بر بدن به اصطلاح اون سلطان‌ها و شیخ‌ها و که سردمداران کشورهای خلیج فارس بندازن که آقا ببینید ایران چه قدرتی داره، و مضحکه رو به حدی رسوندن. این خیلی جالب هست که یک روشن فکر و تحصیل کرده ایرانی در یکی از این برنامه‌های تلویزیونی میگفت آقا ما نمیدونستیم تا به حال که حوتی‌ها کارخانه‌های پهپادسازی دارن که میتونه از توی به اصطلاح اونجایی که هستن بره حمله کنه به فرودگاه‌های عربستان سعودی، اینها رو بزنه بدون اینکه رادارهای اینها رو ببینه. آخه این با کجاش با عقل کل جور در میاد که چند پاپتی به اصطلاح فقط تفنگ به دست بتونن پهباد سیستمی رو بسازن. حالا یکی میگه نخیر آقا اینها ساخت مثلا ایران هست، من که کارم توی فلز، من که کارم توی الکترونیک، من که کارم توی به اصطلاح ساختن چنین سازمان‌هایی هست به اصطلاح کارخانه‌های تولیدی، من میدونم که هیچ کدوم از این وسایل به کسی فروخته نمیشه مگر اینکه ردیاب روی اونها باشه. حالا دولت ایران اینها رو خریده یا از جایی به اصطلاح تهیه کرده، در بازار آزاد غیر ممکن است که شما یک وسیله رو بسازی از اینها رو و ثبت نشده باشه در جایی و اینها حتی قرازش رو دنبال نکنن. درست یادتون باشه زمان شاه اگر ما سرباز بودیم یک دونه که فشنگ گم میشد شما رو بدون کوکه رها میکردن، میگفتن باید کوکه رو تحویل بدی، اگر نمیدادی میگفتن اصلا خبری هست. اینها تمام این وسایل هم همین حالت رو داره. خب اومدن یک چیزایی ساختن بسیار عالی، ولی غیر ممکن هست که اینها بتونن چیزی بسازن که از زیر ردیاب های غرب رد بشه. من برای شما مثال دیگر میزنم، ما در کارهای مهندسی پروژه های سنگین از گوگل استفاده میکنیم، یعنی با گوگل منطقه رو نگاه میکنیم و این در دسترس همه شرکت های خصوصی در غرب هست. شما سالانه پولت رو میدی، آبونمانت رو میدی و با این دستگاه میتونی منطقه رو که میخوای بری پروژه رو درش پیاده بکنی یه به اصطلاح بازرسی میکنی و تا سطح دومتری میتونی ببینی. یعنی نیاز به رادار داره که اینها ببینن یک پهپاد در ارتفاع مثلا 50 متری یا 20 متری داره پرواز میکنه، مخصوصا زمانی که کشتی هاشون و اون رسانه های بازرسی و بازبینیشون نشسته و 30-40 نفر سرباز 24 ساعته چشمشون فقط به تصویر این به اصطلاح صفحات دوخته، مگر همچین چیزی ممکن؟ بنابراین اینها کار خودشونه به این بهانه است و این بهانه همش به خاطر این است که اون 2000 میلیارد و اون 1000 میلیارد و ما بقیه خرج رو یک جوری بگیرن. البته وقتی که گرفتن این غنیمت با ارزش میشه آقا جون من از پول شما احمق‌ها استفاده کردم، ایران رو شکست دادم و از شکست اینها خیلی خوب، حالا شما هر غلطی میخواد برید بکنید، اینا دیگه به شما کاری ندارن، حالا نوبت من است که نفتای ایران رو مجانی بردارم ببرم. همون جوری که در زمانی که عراق رو گرفتن کشتی کشتی از اینجا نفت میدزدیدن از اونجا و کسی صداش در نمیمد، تا اینکه مثلا روس‌ها شروع کردن به زدن چند تانکر نفتی که از طریق ترکیه این برون بردیدن. بنابراین سرمایه این پول من به شما قول میدم به محض اینکه سرمایه این پول آماده بشه یکی از اون مواد مورد نیاز این جنگ آماده شده و اون هنوز آماده نشده. بعد میرسیم به
سرمایه برای اجیر کردن سرباز که میشه قسمتی از همین پول. منتها کاتالیزوری که این شعله رو بتونه روشن نگه داره چی هست؟ اون چیزی که منبعی که میتونه نیروی ایران رو تضعیف کنه چی هست؟ در مقابل این جنگ، مطابق هر جنگی که در ایران اتفاق افتاده، اکثر مردم ایران به اشتباه به جبهه جنگ میرن که از این به اصطلاح رژیم ولی به نام سرزمین خودشون دفاع کنن. صدای من رو میشنوید؟ بله. بسیار هم. خب تمام این نیرو، این نیروهایی که در رده‌های اول جنگ وارد میشن، سربازانی که با اشتیاق برای دفاع از میهن وارد جنگ میشن، کسانی هستند که از همه وطن پرستن، از همه آماده دفاع بهتر، از همه جان نثارتر، از همه به اصطلاح جان بازتر، و اینها میان جلو و هر چیزی که از اینها، هر چی بیشتر از اینها کشته بشه، در حقیقت اون واپسمانده هایی که در ایران میمونن کاتالیزورهایی خواهند بود که تداوم استیلای بیگانه بر ما رو نیرو میده و نیرو میبخشه. درست مانند جنگ ایران و عراق که نزدیک به 2 میلیون از بین رفتن، جان دادن و جان باختن برای میهن، بعد اون واپسمانده ها اومدن در خیابون‌های ایران مردم رو شلاق میزنن، دست میبرن، سر میبرن، نمیدونم به دار میکشن و غیره، و این بار هم جز اون نخواهد بود اگر جنگ اتفاق بیفته. حالا اون نیرویی که باید بیاد و فنا بشه در ایران که بتونه نیروی بیگانه با این رژیم به راحتی کنار بیاد، اونها حاضر نیستند قدم به میدان بگذارند. فراموش نکنید که هر وقت یک همچین بساطی را میافتاد، سریع تظاهرات میذاشتن توی خیابونها، نمیدونم فریادهای الله و اصغر الله نمیدونم فلان میگفتن، بعد ملتی رو هم مات و مبهوت و در حماقت نگه میداشتن که به اصطلاح اینها رو به جوش بیارن، ولی از اونها چه خبر هست؟ الان کجا هستن اون ملتی که قرار بود از اینها دفاع کنن و بیان به اصطلاح در این جنگ شرکت کنن؟ سرمایه ما اتفاقا همون میلیون هایی هستن که در حال حاضر، صدای من رو دارید؟ بله. سرمایه ما در حقیقت همون میلیون هایی هستن که حاضر نیستن بیان جلو. و این جالب هست وقتی میگن آقا مردم خاموش هستن و حرکتی از خودشون ندارن، حرکت خواهند داشت به موقع خودش، اینها هم جلو خواهند بیان. بنابراین میرسیم بر سر اینی که آیا این جنگ اصلا باید اتفاق بیفته یا نفته. هیچ کس خواهان جنگ نیست. کدام انسان به اصطلاح عاقلی بی خانمانی و خانمان سوزی رو میخواد؟ شما سوریه رو نگاه کنید. اما این زرادخانه بایستی به کار بیفته، این زرادخانه بایستی اسلحه‌اش رو در یک جایی به اصطلاح امتحان کنه و آزمایش کنه. چه بهتر در جایی که هم سرمایه‌اش رو دیگران بدن، همینه که وقتی زد و کشت بتونه به اصطلاح به دوزیهاش ادامه بده. و تمام مسئله در همین هست، در حال حاضر گیر هستن تا اگر حمله کنن در داخل ایران، اون 2 میلیون ایرانی که حاضر نشدن با برای این به اصطلاح جرثومه های کثیف به جنگن، اونها جلو خواهند آمد. درسته ما کشت زیاد میدیم، خانمانسوز خواهد بود، شکی در این نیست، و خیلی امکان داره و اینها هم ککشون نمیگذه که نمیدونم صدها هزار ایرانی رو از بین ببرن، کما اینکه ببینید بر سر روسیه چه آوردن. بنابراین این مسائل بایستی در نظر ما باشه. در زمان حاج محمد رضا پهلوی اینها سالانه 150 میلیارد پول ایران رو به راحتی در اختیار می گرفتن. هر سال، سال پشت سال. شما حساب کنید در اون 3 سالی که رژیم خمینی سر کار اومد به کمک آمریکایی ها، در خزانه ایران 256 میلیارد دلار پول خوابید در 3 سال. که اینها نمیدونستن خرج کجا کنن، برای چی کنن، و ضمناً آبروشون میرفت اگر شروع میکردن به همون خرید همون اسلحه ها و یا همکاری با غرب به اون زودی. یه جنگ رو اینها رو انداختن که همون 2 میلیون رو از بین ببرن که چشم و گوشی نباشه اینها رو چک کنن. ولی حساب کنید در 57 سال حکومت پهلوی، حداقل در 20 اندی سال به اصطلاح استبداد اون حاج محمد رضا پهلوی
در خزانه ایران زمانی که رها کردن رفتن 16 میلیارد دلار بود. هیچ کس نمیتونه بیاد بگه آقا در اون 3 سال بعد از به اصطلاح انقلاب 1357 قیمت نفت یک دفعه 10 برابر شده. همچین چیزی نبود. قیمت نفت هنوز به همون تناسب کوچک خودش پیش میرفت، ولی اون همه شما حساب کنید تفاوت 16 میلیارد دلار برای 20 اندی سال یا 57 سال، بعد حساب بکنید که چطور در خزانه دولت خمینی 256 میلیارد دلار پول جمع شده. پس این پول ها کجا میرن؟ بعد جنگ رو با کمک هم دیگه به راه انداختن و حساب کنید کسانی که بایستی جوانهای ایران رو میساختن. من بیشتر گفتم در هر سرزمین آیزنهاور رو نگاه کنید، اون به اصطلاح سالهای 1930 آمریکا رو نگاه کنید، پول داشتن که طلا بود، جوان نیروی جوان داشتن، درست مثل ایجاد آتش، جرقه میخواید، سوخ میخواید، اکسیژن میخواید برای یک به اصطلاح اقتصاد پویا، نیروی جوان میخواید. من شما کجا میتونیم بریم بیل بزنیم یا وایسیم 8 ساعت کار سنگین دستی بکنیم؟ حساب کنید نیروی جوان، پول، همه چیز در اختیار، دنیا هم حاضر بود با ما کنار بیاد، منتها اینها بایستی هم پول رو میسازوندن به دستور اجدادی، هم جوانها رو از بین میبردن به نامنده به دستور اجدادی. بنابراین این مسائل رو اگر نشناسیم، صحبت اینی که آقا جنگ میشه یا نمیشه بر بالای سرماج، اینها تئاتره. اینا یک تئاتر بسیار بازی شده و بسیار سازماندهی شده از طرف نیروهایی هست که با ما مردم بی سواد ایران که روشن فکرمون فکر میکنه که حوتی بی سواد در یمن کارخانه تولید پهپاد زده، در صورتی که من میدونم که برای تولید یک نوک تیز هواپیما دستگاه های ویژه‌ای میخواد که حتی اروپایی ها تولید این رو بین خودشون تقسیم کردن. یعنی نه اینی که هر کدومشون همچین چیزی دارن، نیست همچین چیزی، یکیشون داره ما بقیه از اون استفاده میکنن. اون وقت ایران اومده تمام این دستگاه های سنگین رو زده، نه تنها اون بلکه در چیز یمن نمیدونم فلان کارخانه تولید پهباد ایجاد کرده، به طوری که اینها از زیر رادار نمیدونم نیرومندترین نیروی به اصطلاح نظامی دنیا اینا میتونن فرار کنن. همچین چیزی غیر ممکن است. اینها رو بایستی بره به کسانی بگه که به سادگی گول و فریب و نیرنگ این آخوندها رو میخورن. شما صحبتی کردید که این آخوندها زرنگ هستن. این آخوندها زرنگ هستن چون معلمان زرنگی دارن، چون مدیران زرنگی دارن، چون رهبرانی که پشت سر اینها نشستن در همون به اصطلاح اتاقهای سیچویشن که شما میگید، در اون اتاقهای رهبری پشت اونها نشستن. صحبت شما کردید در رابطه با اون چیز به اصطلاح لادن، این نه لادن، بن لادن. این حساب بکنید ببینید چه جالب است. تمام دنیا دنبال این میگرده، قرار گذاشتن که آقا هر کسی این رو پیدا کرد اون همه پول بهش میدیم. بعد ایشون رو کجا پیدا میکنن؟ در ساختمانی مدرن به فاصله 100 متر از یک به اصطلاح پایگاه نظامی پاکستان. میشه همچین چیزی؟ توی اتاقش گرفته نشه. ایشون اسیر بوده، ایشون سالهاست ایشون رو گرفتن اونجا نگه داشتن و با این بازیه نمیدونم تئاتری که توی اون اتاق سیچویشن گذاشتن به این حمله بردن و این رو اینجوری کشتن. اصلا معلومه که اون بدبخت اصلا غذا نخورده، دو سه سال اونجا گیر کرده. اینا همش صحبت هست. بریم بس. بنابراین بر سر مسئله جنگ وقتی ما میرسیم، به نظر من اگر در درون ایران جوانهای ایرانی به خیابون بیان، یعنی کار به جایی برسه که رژیم موقعیتش به خطر بیفته، اون سرمایه های سنگینی که کشورهای غربی در داخل ایران کردن، من مثال بزنم، کشورهای کوچکی مثل بلژیک و نمیدونم نروژ با جمعیت 5 میلیونی میلیاردها در درون ایران سرمایه گذاشتن، اگر موقعیت این سرمایه ها به خطر بیفته به خاطر این هست که مردم بیان توی خوابون و انقلاب کنن، جنگ رو شروع میکنن و کاری میکنن که دست نشانده دیگری جایگزین اینها بشه که منافع اینها رو تثبیت کنه. هر کما اینکه خمینی این منافع رو تثبیت کرد و من یادم هست شرکت های به اصطلاح آلمانی و انگلیسی که در درون ایران از ترس رها کردن و اومدن بیرون، میگفتن یک سال و نیم بعد وقتی رفتیم
هیچ دستی حتی به نمیدونم کنسرو هایی که توی دفاتر و توی کمد هاشون گذاشته بودن کسی دست نزده بوده. حساب بکنید، یعنی حساب رو اینجوری هست. برابر این جنگ زمانی اتفاق میفته که موقع دو چیز، یا موقعیت رژیم جمهوری اسلامی به خطر بیفته چون مشخص شده برای غرب که آبروی اینها رفته، هیچ شک در این ندارم من، آبروی اینها رفته. دوم اینی که اگر ملت توی خیابون نیان، چون آبروی اینها رفته و امکان و این ریسک هست که هر آن جرقه‌ای بخوره و اون آتش مبارزه بر علیه اینها به خاطر سوخت اکسیژنی که تولید شده در اثر به اصطلاح ستم و استبداد اینها به شعله و به آتش بکشه، در صورتی که کشورهای خلیج فارس حاضر بشن سرمایش رو بذارن زمین که از جیب آمریکا نره، مطمئن باشید آقای ترامپ فرداش حمله میکنه. و این صحبت هایی که در نمیدونم فلان کشتی رو زدیم، فلان کشتی رو ایران زده و در اون داد چیزهای بین المللی رفت صحبت کرده که آقا زمین ساز این کارها بشه، همه برای همین هست که اینها رو جلوش بذاره و آماده بشینه. بنابراین سایه شوم جنگ، سایه شوم جنگ از بالای سر مردم ایران کنار نرفته و مادامی که این رژیم بر سر کار هست این سایه شوم بر سر ما خواهد ماند. حالا اگر ما شانس بیاریم، اگر ما شانس بیاریم، چون در کنار اینها شما خودتون متوجه شدید به ویژه از زمانی که ما شروع کردیم چگونه به ما حمله میکنن، شما حساب بکنید که من در اومدم میگم که آقا از پا انداختن یک آخوند و هر آخوندی حق مسلم ما ایرانی هاست، درست مشابه زمانی که پارتیزان های فرانسه با فاشیست های نازی در کشورشون درگیر بودن، اونها تجاوز میکردن، زندانی میکردن، نمیدونم شکنجه میدادن، کشتار میکردن و حق هر پارتیزان فرانسوی بود که یک نازی رو از پا در بندازه، امروز هم درست همان هست. و به محض اینکه ما شروع کردیم اومدن به ما انگ میزنن که آخا شما که میخواید آخوند رو از پا بندازی از آخوندها هست. حماقت تا چه حد؟ البته مسئله این است که ما میدونیم که ما که احمق نیستیم، مردم هم که احمق نیستن. احمق اون احمقی هست که خودفروش هست و رفته پولش رو گرفته و فکر میکنه که با دو تا به اصطلاح خرابکاری میتونه اوضای مردم ایران رو خراب کنه و یا اونها رو به اصطلاح گیج و مفقود کنه. از این خبران نیست. حالا گفتیم که هیچ کس خواهان جنگ نیست. جنگ رو یک طرف بر طرف دیگر تحمیل میکنه. این جنگ رو یا ایران یا آمریکا بر دولت ایران و یا حکومت ایران و یا آمریکا بر مردم ایران تحمیل میکنه و در این سایه شوم بالای سر ما هست. اگر ما شانس بیاریم، اگر جامعه ها شانس بیارن، اگر ما زمان کافی داشته باشیم و مردم رو بتونیم دور هم جمع بکنیم، مخصوصا با این اپوزیسیونی که خیلی ها میگن کمپوزیسیون و واقعا در خور ما اپوزیسیون هم جز کمپوزیسیون تا حالا نبوده، اگر ما مهلتی پیدا کنیم که بتونیم مردم رو حول خواسته های درست و مهم دور هم جمع بکنیم، حتی اگر به اونجایی برسه که یک دقیقه بعدش به ایران حمله بشه، من به شما قول میدم که از زیر اون خاکستر بجز پیروزی چیزی نصیب ما نشه. اما اگر این رژیم و اگر آمریکا این حس رو بزنه که موقعیت به جایی هست که باید قبل از روشن شدن مردم حرکت بکنه، مطمئن باشید جنگ رو شروع میکنه و ما بقیش همه تئوری هست. ای نمیدونم آمریکا ترسیده، نمیدونم نتانیاهو نمیدونم فلان کرده. آمریکا نیازی به گفتهای نتانیاهو نداره. زرادخانه های درون آمریکا و سیستم های نفتی درون آمریکا هست که همه چیز رو میچرخونه. اسرائیل بنده خدا خودش یک دست چیز مال کوچک بیشتر نیست، خیلی راحت اینها میتونن دورش بندازن. و درسته که دشمنی هایی هست و درسته که اینها کینه توزانه به ماها بعضی مواقع برخورد میکنن، اونها مسائل جنبی هست، ولی مسئله جنگ در حال حاضر بر دو محور میچرخه. یک محور این است که سرمایه این جنگ رو چه کسی باید بده. این سرمایه این جنگ رو که شاید مقدارش به 3000 یا 4000 میلیارد دلار بکشه،
یعنی 4 سال تمام زرادخانه های آمریکا رو نگهداری خواهد کرد، هر چقدر هم بیشتر طول بکشه. از منافعی است که از قبل این به اصطلاح سلطانزاده ها و سلطان های شیخ نشین میخوان بگیرن و هر چیش هم که کم اومد و اینا نداشتن که تحویل بدن، میان از نفت ایران ما رو مجبور میکنن که یک امضای چیزی بندازیم. کاتالیزورش هم این خواهد بود که جوان های ما میرن و کشته میشن و از بین میرن. بعد احمق های مثل رضا هولدر بزدل که شما حساب بکنید قراردادهای ننگین این امضا کرده برای به اصطلاح تحویل دادن سرزمین های ایران، چه در افغانستان، چه در ترکیه، چه در شمال ایران و چه در جنوب ایران که پسرش بحرین و غیره و غیره رو داده، قراردادهای بسیار سنگین است که هنوز برای بسیاری از هم‌میهنان ما روشن نیست و اوشون هم همین کار کردن در اون زمان. در اون زمان سرداران ایرانی رو زدن و کشتن و از بین بردن، اونها رو از بین بردن که خود خائن‌هاشون بمونن و بتونن اون قراردادها رو امضا کنن. و الان هم همینه، وقتی که ترامپ میگه ما نظرمون تغییر رژیم نیست، یعنی جنابان، آری جنابان، یک غلطی بکنید قبل از اینکه اوضاعتون خراب بشه و مردم شما رو عوض بکنن، یک غلطی بکنید، این جوانا رو بکشید جلو، ما اینا رو بدیم دم توپ، از بین ببریم که بعد بتونیم با شما بتونیم قرارداد بنویسیم. بنابراین ما میدونیم که جنگ از جنگ مهمتر چیزی نیست و این رو برای مردم ایران هم نمیخوایم، ولی اگر اتفاق افتاد، همون جور که قبلا گفتم، اگر این جنگ ناموقع اتفاق افتاد و به ما اسلحه دادند، ما بایستی این اسلحه رو از در خونه که اومدیم بیرون، هر دشمنی رو که دیدیم در لباس آخوند به ویژه، هر کسی که در مقابل آزادی و دموکراسی مردم ایران ایستاده، ما این اسلحه رو باید بر علیه اون بگیریم تا برسیم به جبهه‌هایی که بیگانه در اون طرف آب وایساده. ممکنه در بیاد بگه آقا مگر امکان داره که ما بتونیم بر علیه دو دشمن در یک آن بجنگیم؟ بله امکان داره. مثال براتون میزنم، خیر نکنیم، یعنی در حقیقت بیایم در دفاع از این جمهوری اسلامی آدمهایی مثل ما بریم خط اول جبهه وایسیم، خودمون رو بدیم گوشت دم لای توپ به اصطلاح این آمریکایی‌ها و بیگانه، بعد که کشته شدیم خانه و کاشانه و همه چیمون رو اینها بردارن، بچه‌هامون رو در ملای عام نمیدونم شلاق بزنن، سر ببرن، انگشت ببرن، تجاوز کنن، نیمی از مملکت ما رو قبرنشین بکنن، اینها امکان پذیر، اینا نباید باشه. بنابراین جوان ایرانی باید حواسش باشه تمام تلاش بیگانه این است، این ور شکست‌های اسلامی بایستی برن و غرب در تلاش است که با اصطلاح تصویر شما فریز شد آقای، کانکشن لاست، there was a problem with the network. دوستان عزیز باز من از اینجا قطع میکنم تا هستید شما؟ بله بله من هستم. بله برای چند لحظه فریز شد آقای نیساری. شما یه حرفی زدید خیلی جالبه، ترامپ همیشه میگه که ما اشتباهمون در جنگ عراق این بود که بابت سرمایه‌ای که گذاشتیم الان بهره برداری نکردیم، ما باید نفت اینا رو بگیریم جبران اون هزینه‌ای که شما میگید بدیم. فکر کنم این چون بیزینسمنه به قول شما میگه اول باید سرمایه و هزینه رو به من بدید تا من بعد جنگ را بندازم، ولی از طرفی فعلا داره با فروش اسلحه، همین دیروز باز اینجا بحث بود که اون به اصطلاح نه نیروگاه اتمی، اون چیزای ساخت اسلحه اتمی به عربستان سعودی و اینها رو هم فراهم کردن و در حال صحبت و معامله کردن هستن. در صورت از شما ممنون، متشکرم. پس جنگ احتمالی و چه باید کردم همینه که شما میگید اگر هم جنگی شد مثل اون جنگ قبلی مردم نرن برای آخوندها به جنگن. بله کاملا. شما یادتون هست که زمانی که صدام حسین یک دانشمند اتمی رو از غرب دعوت کرد، یه خانمی بود و دور میزی که به اصطلاح میز کنفرانس اون با سران نظامیش بود یک سویچ کوچولو دستش بود و میگفت این سویچ بمب اتمه، یادتون میاد؟ من ندیدم ولی بفهم. بله ببینید خیلی جالب هست، نماینده های آمریکا خودشون این خانم رو بسته‌بندی کردن یک چیزهایی هم بهش دادن و ایشون رو فرستادن توی عراق. ببینید چقدر جالب هست و چقدر اینها زرنگ هستن که همچین کاری کردن و
و چقدر احمق و به اصطلاح عقب افتاده است اون کسی که همچین چیزهایی رو پذیرفته. بعد این رو فرستادن. وقتی که این رو فرستادن و صدام اعلام کرد که همچین به اصطلاح وسیله‌ای دم دستش هست، خب کافی بود دیگه. یعنی شما الان میتونستی دنیا بگیر آقا جون، ببینید خودش میگه من نه تنها بمب اتم دارم بلکه سویچش هم دستم هست. درست این مصاحبه این است که اینها در اومدن میگن که 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده داریم. این جریان نیروگاه اتمی جریان جالبی است. من الان نزدیک از سال 1979 که مجبور شدم ایران رو رها کنم خارج بودم و در حال حاضر نزدیک 5 نیروگاه بسیار وسیع و بزرگ زدم. حساب کنید این نیروگاه اتمی در داخل ایران قرار بود که 900 مگاوات نیرو تحویل ایران بده، 900 مگاوات، و در بهترین موقعیتش که اینها حساب کردن 60 مگاوات تولید میده. گفتن حتی برای مصرف خودش هم نمیده، گفتن حتی برای مصرف. آفرین. حالا میخوام برای اینکه شما رو در تصویر بهتر بذارم، الان ما نیروگاهایی میزنیم در کانتینرهای به اصطلاح چی بهش میگیم در ایران؟ کانکس میگیم. بله، در کانکسی که 3 متر در 3 متر ارتفاع در 6 متر بلندی است، یعنی یه جعبه‌ای که پشت تریلر میذارید و این دستگاه با یک لوله گاز 1 اینچی که به این وصل میشه که این رو به اصطلاح به حرکت در بیاره و سوختش هست، 20 مگاوات تولید برق میکنه. بعد یعنی شما 3 تا از اینها رو که بغل دستم بذارید میشه اون 60 مگاواتی که این نیروگاه داره برق تولید میکنه. زمان آقای حاج محمد رضا پهلوی یک چیز معادل 4.3 میلیارد مارک خرج اونجا کرده بودن، در صورتی که خرج برآورده اصلی اولیه‌اش 1 میلیارد مارک بود. حساب بکنید اون زمان، حالا چقدر اینها خراب کردن نه، ولی همین 60 مگاوات رو شما کلی که خرجتون بشه یک چیز مثلا نزدیک 1.5 میلیون دلار است. این زرنگی آخونده رو میرسونه. 1.5 میلیون دلار. 1.5 میلیون دلار. با 1.5 میلیون دلار 3 تا دونه از این دستگاه رو میتونید بغل دست هم بذارید که بشه 60 مگاوات. برای اطلاع شما من نزدیک 20 تا از همین به اصطلاح حوزه های تولید برق رو، چون مسئله تولید برق به همین سادگی نیست، شما از زمانی که سوخت رو استفاده میکنید بازده راندمان بالاترین بازدهی که از شما از این میگیرید 40%، یعنی اگر شما بتونید 41% بگیرید هنر کرد. شما 100% گاز یا سوخت رو میسوزونید، ازش تا برسه به دست مردم 40% برق تولید میکنید. حالا یه مقدارش هم توی راه هدر میده از راه دکلها، ولی این چیزها رو چون کوچولو هست میان در مناطق مختلف که جمعیت‌های کوچک رو به اصطلاح تغذیه کنه پخش میکنن، بعد درصد راندمان این رو میرسونن به 80%. حساب بکنید سیستم جدید هست. حالا اون به اصطلاح چیزی که در جنوب در بوشهر که خود منم 1 سال در اون کار کردم، حساب بکنید که 60 مگاوات بیشتر برق تولید نمیکنه. اینا شوخیه. اینی که میگن آقا ما نمیدونم فلان هستیم بلان هستیم هنر کردیم، اینا هیچ رنگی نیست. اینا مردم فروشی، مملکت فروشی، کلاهبرداری، اینا حقوق بگیرن. هیچ شکی داری نکنید، هر کسی که بخواد بشینه و در رابطه با جنگ با ایران حساب دشمن خارج و دشمن داخل رو بکنه خودفریبی کرده. اینها همون اجنبی هستن و برای من ایرانی و برای منی که از یک قوم هستم هیچ تفاوتی بین اجنبی که با زبان من صحبت بکنه یا اجنبی که با زبان بیگانه صحبت بکنه نیست. حالا شما صحبت مسئله خام رو پیش کشیدید، فقط شما نیستید، خیلی ها این صحبت ها رو پیش کشیدن. این چیز جالبی است. اول اون خانی که ما از باخان صحبت میکنیم ازش با خان به اصطلاح مغول کاملا فرق داره. خانهای مغول اون خانهایی هستند که به اصطلاح آدمکش رو نمیدونم جیره و مواجب بگیر و نمیدونم از مردم به زور نمیدونم مالیات بگیر. خانی که ما نام میبریم سفره گستر هست، خان گستر هست، سفره دار هست. مثلا جد من، جد پدری من که علارغمی که شوهرش رو از دست داده بود از 300 خانوار، حالا حساب بکنه هر خانواده چند نفر هست، نگهداری میکرده و در رابطه با به اصطلاح ییلاق و قشلاق و کارهای دیگر و مراحل به اصطلاح دولتی که بایستی با حکومت مرکزی تیمی شده آماده میکرده و حواسش به همه اینها هم بوده. بنابراین اون خانی که ما صحبت میکنیم
اون مسئله‌ای که نمیدونم فئودالیسم و نمیدونم چیزهای دیگر، برای مثال دیگری براتون بگم، ناصر خان که به اصطلاح ایلخان قشقایی بود در سال 1320، این رو برای کسایی میگم که این صحبت خانخانی میکنن، در سال 1320 یعنی 22 سال پیش از حاج محمد رضا پهلوی، قباله های زمین رو به دهقانان داد. حالا این چه کسی زمین تقسیم کرده؟ آقای حاج محمد رضا. آقای حاج محمد رضا زمین هایی رو که اومده بودن از اجداد ما، از مردم در مناطق مختلف ایران توسط پدرش به زور گرفته شده بود و دنیا روی این فشار آورده بود که آقا بایستی زمین های مردم رو پس بدی، اینها رو گفت که تقسیم اراضی میکنم. اینها همش به اصطلاح قافیه بود و همش نمایش بود. بله، اومد زمین هایی رو که تولیدی نداشت. مثال براتون بزنم، ما یه زمین داریم در به اصطلاح نزدیکی های کرمان، این زمین نزدیک به 4000 هکتار یک ده آباد به اصطلاح در وسط بیابان یک ده سرسبز هست. در این چیزات در ایران بسیار نیست، یعنی بسیار با ارزش هست. این رو پس نداده، ولی زمین هایی رو که نمیدونم چاهش رو بایستی 150 متر بزنی تو باید برسی، این زمین ها رو پس داده. بعد رفته اونهایی رو هم که به اصطلاح زمین بوده، میخوام تفاوت خانه ها رو به شما بگم، اون زمین هایی هم که درست بوده گذاشته در بنیاد پهلوی که وقف آخوندها بکنه. شما اساسنامه اون کسایی که از این سلطنت طلبه ها و از سلطنت طلبینن ها دفاع میکنن برن بخونن اون مرامنامه و اساسنامه رو که حاج محمد رضا پهلوی و خانوادش برای بنیاد پهلوی که الان بنیاد علوی شده برن بخونن، با اساسنامه خان و ایلخان قشقایی هم مقایسه کنن، تفاوت رو از زمین تا آسمان هست. این یکی حاج محمد رضا پهلوی گفته تمام منافع اینها بایستی صرف آخوندها و اوقاف و موقوفها و غیره بشه. بنابراین وقتی صحبت خان میشه، ما خانهامون رو با احترام بهشون برخورد میکنیم. این خواهان خانها هرگز اون خانهایی که به اصطلاح رضا قلدر که خان نبود، ایشون رضا قلدر بزدل در قاموس و فرهنگ من، رضا ماکسیم، رضا مسلسلچی، چه کسی کدام خان ایرانی با مسلسل پشت سر مجاهدینی که در حال انقلاب مشروط هستن به اونها شلیک میکنه و از پشت اونها رو میکشه؟ فقط رضا خان قلدر، هیچ خان دیگری در ایران همچین کاری نکرده. در اختیارتون. من ممنونم از شما. دوستان در رابطه با صحبت‌های آقای نیساری اگر بحثی، صحبتی، سوالی دارید میتونید مستقیما با خودشون تماس بگیرید. فیسبوک ایشون رو نشون دادم، دو تا صفحه، یکی به نام فرزاد نیساری، یکی فرزاد نیساری دوستان، هر دو رو نشون دادم، با خودشون صحبت کنید. میبینم روی فیسبوک هم خیلی فعال هستن و تشکر میکنم. اگر باز بحثی دارید بفرمایید، اگه نه از شما خداحافظی کنیم به امید اینکه باز هم در آینده با شما باشیم. با درود بر شما و از اینکه این وقت رو به من دادید، پیروزی ایران و ایرانی هم آرزوست. خیلی زنده باشید. متشکرم. دوستان با آقای فرزاد نیساری بودیم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، نظرات خودتون رو با دیگران در میون بگذارید و صحبت کنید. هر کسی با هر طرز فکری اینجا میتونه صحبت کنه، همینجوری که از اسمش برمیاد، تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. خب ساعت 3:52 است. امروز اون آقایی که بعد از ماجرای مصر، بعد از ببخشید آقای مرسی بود اسمش، آمد، اولام که برای من خبر فرستادن من فکر کردم LCC مرده، ولی اون مرسی بود. یادتونه بعد از حسنی مبارک، اخوان المسلمین که بعضی از دوستانم به اشتباه میگن اخوان المسلمین، اخوان المسلمین آمدند و رئیس جمهوری هم که انتخاب شد از همین اخوان المسلمین بود و تندرو میخواست اونجا رو مذهبی کنه و کودتا شد و آقای LCC اومد، ولی دادگاهش اون در جریان بود. امروز در یکی از این دادگاه ها وقتی این حضور پیدا میکنه، اینا هم که میدونید مثل باغوش طرف رو میکنن تو یک میله های زندان میارن اونجا و اونجا سکته کرد و مرد، راحت شد بالاخره از ماجرای این
محاکمات و زندان و اینها. اون حسنی مبارک هم که آزاد کردن، گفتن بابا بالاخره هرچی بوده رئیس جمهور بوده سالهای سال. میگن که آقای نگهبان، آقای نیساری، آقای نگهبان شیرازی هستن، آقای نیساری. امیدوارم شما بتونین توی قسمت پیام‌های خصوصی با هم صحبت کنید. فا آقای نیساری هم الان روی فیسبوک میبینم هستن، میتونن بخونن. نوشتن به قدر ایشون مغرضانه فرمایش دارد که جوابی ندارد. والا میگن حرف حساب جواب نداره، والا حرف مغرضانه شما میای مینویسی یا میگی، مردم هم حرف شما رو میبینن. کجای حرف آقای نیساری به اصطلاح مغرضانه بوده و اینها؟ شما بنویسید، اشاره میکنید، دوستان هم میخونن و مردم قضاوت میکنن. اینم از این. خب یک چند تا نوشته دیگه براتون بخونم. کشتی نو مسافربری دیسکو در جده رو گفتم، ایران به زودی از سقف 300 کیلوگرم دوباره دیسکو اسلامی در جده. و دو تا عکس فرستادم ببینید چیه. آن اون روز که رفتم عینکم رو بگیرم از مغازه عینک، رفتم لنز بگیرم از مغازه عینک سازی، تو مال بود دیگه، حالا شنیدم یک مال بزرگی هم تو ایران درست شد تهرون به نام ایران مال. بعد دیدم این مغازه فروشگاه اپل واقعا مثل مغازه نونوایی ها یادتونه زور چقدر شلوغ بود. حالا دوستان شلوغی اینو من شاید باید یه عکسی هم از این بیرون میگرفتم، چون اینا کسایی هن که وایستادن نوبتشون بشه حرف بزنن، به طرف بگه اشکالمون چیه، اون بهش یه نوبت بده بگه برو بشین ما بهت زنگ میزنیم. این جایی که الان من وایستادم که بغل دست سمت راست من اون کافه ستارزباک معروف هست و سمت چپ هم جایی هست که مردم میشینن، سر تا سر پر شلوغ، که اینا کسایی هستن که یا سوال دارن یا با تلفنشون یا با آیپدشون اینها اشکال دارن. احتمالا شما هر جا زندگی میکنید همین موضوعات هست. یه چیز جالبی که من شنیدم، روز پنجشنبه یه جایی بودم با چند تا از دوستان صحبت میکردم، گفتن که درسته که ایران به خاطر تحریم ها از شرکت اپل نمیتونه استفاده کنه، ولی کسی که به عنوان مهمان میره یا به عنوان ویزیتور، به عنوان توریست میره ایران، اون میتونه تا یک ماه سرویس اپل رو داشته باشه. ما گفتیم جلال خالق این چجوریه که یکی یکی میتونن به این سرویس بدن به بغلیش ندن، به اون سرویس بدن به بغلیش ندن. البته باز آخونده ها این رو هم دور زدن، شرکت هایی مثل ایران سل و اینها که همه هم وقتی دنبال میکنی، آمریکایی ها میگن follow the money، یعنی دنبال پول برو به هدفت میرسی، به اون چیزی که دنبالش میگردی میرسی. follow the money، این مانی ها هر جا میری شما میبینی آقازاده ها هستن که در رؤوس کار، در رؤوس این شرکت ها هستن و گهگاهی هم یه بدبختی رو میارن میندازن جلو، اون رو میگیرن و میکشن و اینها و الی آخر. آقای بن سلمان هم، این شیخ جوان دیوانه عربی، گفته ایران عامل حمله به تانکرها هست اما عربستان به دنبال جنگ نیست. همون صحبتی رو که آقای نیساری کردن اینجا نوشته، این حوثی های اینا یه فامیل هست که حالا طرفدار ایران هستن، با در یمن دارن با عربستان می جنگن. این جنگ پراکسی یا جنگ نیابتی هم به این خاطره که اونا به نمایندگی از ایران می جنگن و یه سری دیگه هم هستن به نمایندگی از عربستان اونجا با هم می جنگن، برای اونا شغل درست شد. میگه حوثی ها پس از حمله پهبادی جدید فرودگاه جیزان و ابها عربستان بسته شد. حالا اینو حوثی ها گفتن. پس اگر آقای نیساری میگه خب اینا که هواپیما نمیسازن نمیتونن بسازن، خب ببخشید خودشون مرض دارن. اینا گفتن پس از حمله پهبادی جدید فرودگاه های
جیزان یا جیزان و ابها بر عربستان بسته شد، بعد یادمون باشه لازم نیست بسازن، میخرن. الان یه مارکت سیاهی هم راه افتاده که اون پردرآمدتر از اینی که آمریکا اسلحه میفروشه و اینها، حساب کتاب باید پولشو پس بده تو فلانجا پول حساب. ولی اینی که آقای کوشنر رو نمیدونم خانم دختر ترامپ و این و اون دارن دست پا میزنن اسلحه بدیم به فلانی، اونا تو اون مارکت سیاهی هستن که پوله رو بعد میشورن به یه جای دیگه، یه جوری دیگه به اینها میدن. بله، پایه منشور یک پارچگی ایران، لینک را در زیر گذاشتم برای نظرخواهی همیاران. دوستان اگر کسی سوالی داره درباره منیفست یا اساسنامه صحبتایی که آقای فرزاد نیساری اینجا انجام دادن در چند صحبت گذشته که روی یوتیوب هم میتونید اسم ایشون رو بزنید پیدا میشه، اینجا لینکش رو گذاشتن، پایه و منشور یک پارچگی ایران. دوستان عزیز، از یکایک که شما ممنون و متشکرم که با ما بودید و همون جوری که گفتم شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. از همه مهمتر، شما هم میتونید تلویزیون مردم رو حمایت کنید. هرچی شما بیشتر حمایت کنید ما بیشتر مستقل میمونیم. اینی که تا امروز 20 سال نه از سال 2003 16 ساله 20 ساله که من تو کار تلویزیون، از سال 2003 تا حالا ما مستقل موندیم، اینه که حمایت دوستان، حمایت اونهایی که با برنامه گذاشتن اینجا هزینه هایی رو پرداخت میکنن. هزینه ها خیلی کم، قابل گفتن نیست. حالا بعد روی فیسبوک و اینها میتونید پیدا کنید، حالا بنویسید مردم تیوی سرویسز، ریتش و همه چی میاد دیگه، از ساعت 10 دلار 20 دلار آدم خندش میگیره. ولی با همه اینها سکوی به اصطلاح رسانه‌ای پیدا کردیم، یه پایگاه رسانه‌ای که شما هم بتونید حرف خودتون رو بزنید، نظر خودتون رو بگید، مخالف شما هم بیاد حرف شما رو انتقاد کنه، احتمالاً نظرشو بگه و شما هم درباره نظر اون انتقاد کنید و نظر بگید. اگر از این بهتر چیزی سراغ دارید بیاین بگید تا ما هم بیننده و شنونده اونها بشیم. روز خوبی براتون آرزو میکنم. دوشنبه هست و باز هم تسلیت میگم به خانواده آقای دکتر شهرام ایران بومی و امیدوارم که بتونن این غم بزرگ رو با صبر و شکیبایی و با خاطرات خوب این جوان 20 ساله به اصطلاح طی کنن. هیچ وقت فراموش نمیشه، ولی این مدت، این دوره سخت رو بتونن سپری کنن. و امشب آقای پرویز مینویی هم به احتمال 99% با ما خواهند بود. روز و روزگار بر شما خوش.